بسم الله الرحمن الرحیم. درود می‌فرستم به یکایک عزیزان، مستمعان، حاضران و غایبان و برای همگان آرزوی بهروزی و حسن عاقبت دارم. ما وارد آب‌های متلاطمی شده ایم و امواج این بحر بیکران بر روی و شانه ما می‌زند و در حال کشتیرانی در این دریای بزرگیم تا به کدام ساله ساحل برسیم و چگونه استقرار حاصل کنیم. باری یادآوری میکنم که ما به مسئله معجزات رسیدیم از اونجا که در بحث اعجاز علمی قرآن بحث میکردیم، نمونه های فراوانی رو به دست دادیم و اونگاه در باب معجزه بودن خود قرآن بحث رو آغاز کردیم. نوبت گذشته از زبان مفسران و بالاخص مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان نکاتی را آوردم که قرآن چگونه معجزه است و اینکه هم به جهات علمی، هم فلسفی، هم تاریخی، هم پیشگویی، هم اخلاقی، متافیزیکی و غیره و غیره همه واجد و متضمن مطالب بدیعی است که اینها صادر شدنش از یک فرد امی تحصیل نکرده خارق عادت است. گفته بودیم که در باب همین اعجاز قرآن بیش از این باید سخن گفت و ما هم می‌خواهیم غور بیشتری در این امر بکنیم و موضوع رو بیشتر بشکافیم، نه فقط از دیدگاه متکلمان متأخر بلکه متفکران و متکلمان پیشین و ببینیم که اساساً تکیه کردن بر اعجاز قرآن تا چه حد اهمیت دارد و تا چه حد اعتبار دارد و نکته های دقیق و ظریفی که در اینجا هست کدام است. قبلاً عرض کردم که یکی از سوالات مهم این بود که مثلیت به چه معناست؟ اینکه قرآن تحدی می کند، یعنی مبارز می طلبد و دیگران رو دعوت می کند که بیایید و مثل این قرآن بیاورید، مثلیت به چه معناست؟ چون مثلیت در بسیاری از شؤون تحقق پذیر است. وقتی که میگوییم که فلان کس مثل یا شبیه فلان کس دیگر است، باید ابتدا در نظر بگیریم از کدوم حیث، از حیث قد و اندام، از حیث چشم و ابرو، از حیث تفکر، از حیث اخلاق، از حیث ملیت، از هزار هزار حیثیت وجود دارد که در این حیثیت ها مثلیت میتواند برقرار شود و میتواند برقرار نشود. در مورد قرآن هم مهمترین چیزی که ابتدا به نظر بزرگان قوم می رسید، یعنی در اون قرون اول و دوم و سوم هجری تقریبا و یا چهارم رو هم اضافه کنیم، مثلیت در فصاحت بود، در زیباگویی قرآن بود، در سحر کلام بود و اینکه هم اعراب معاصر پیامبر اعتراف می کردند که این سحر است و پیامبر رو به این سبب ساحر می خواندند و هم نسل‌های بعدی کوشیدند تا اون دقایق و ظرائف بلاغی رو در قرآن پیدا کنند و نشان دهند که در سطح عالی ادبیات عرب است، به طوری که دست هیچ کسی به اون سقف و به اون سطح نمی‌رسد و به همین سبب هم می‌تواند خرق عادت محسوب شود. عرض کردم که در قرآن نه کلمه خرق عادت به کار رفته، نه کلمه معجزه به کار رفته است. اینها اصطلاحاتی است که بعداً مفسران و متکلمان پدید آوردند و کوشیدند که مقصد خودشون رو در جامعه این مصطلحات بیان کنند. کلمه ای که قرآن همه جا به کار می‌برد کلمه آیه است و این آیه اعم است از اینکه امر خارق العاده اتفاق بیفته، مثل اینکه عیسی بی پدر به دنیا بیاد، یا اینکه امر طبیعی اتفاق بیفته مثل باریدن باران. همه اینها رو قرآن آیه می نامد و این نکته بسیار مهمی هم هست، یعنی ظاهراً بین اینها فرق فارقی نمی گذارد و ما رو دعوت می کند به اینکه اینها رو از یک جنس بدانیم و این بسیار مهم است
که اینکه روز و شب آیه هستند، که روز میاد روشن میشه، شب میاد شما شبا استراحت میکنید، روزها به کار میپردازید. همه اینها در قرآن دیگه، و من آیات هی منامکم باللیل و ابتغاءکم من رزقه، از آیات خداوند است که شبا استراحت میکنید، میخوابید، روزا بلند میشید، دنبال کار میرید و دنبال کسب رزق میرید. ما اینا رو خیلی عادی میگیریم برای اینکه مشغولیم و مستغرق در این اموریم، اما اینا جزو آیات است. کوههایی که روی زمین است، شطوری که خداوند خلق کرده است، نمیدونم بارانی که میبارد، بادی که میوزد، گیاهی که از زمین میروید، همه اینها آیات الهی هست، من جمله اون آیاتی که ما یا متکلمان معجزه نامیده اند. یعنی اون آیاتی که خیلی آیاتن، یعنی از نظر آیه بودن بسیار غلیظن و متفاوت با آیات دیگه هستن، گرچه که عمقن و جوهرن یکی هستن، مثل همون چیزایی که معجزات نامیده میشوند، کارهایی که عیسی علیه السلام میکرد و در قرآن هم آمده است، و امور نامحتملی که در طبیعت رخ داده است. خب چندین مسئله در اینجا مطرح است که ما یکایی که اینها رو باید بررسی کنیم و در مورد قرآن هم اون مسائل رو به کار ببریم. اولا خود نفس صدور امر خارق العاده، یعنی چیزی که نقض قوانین می کند. گذشتگان خرق عادت می گفتند و این متخذ از مکتب اشعری است که نظمهای طبیعت رو عادت الهی می دانستند، نه نظم برخواسته از ضرورت ذاتی خود موجودات طبیعی. بلکه خداوند خواسته است که امور چنین جریان یابد، اگر می خواست به نحو دیگری جریان می یافت. خداوند در تنگنا و در دام علل طبیعی نیفتاده است، چنان نیست که هرچه طبایع اقتضا کنند و هرچه قوانین موجودات طبیعی باشد، خداوند هم در تابع اونها و خاضع اونها باشد. نه، اصلا امور طبیعی، موجودات طبیعی اقتضای ذاتی ندارند. اونچه که از اونها سر میزند در این جهان هست، اون هم به خواست خداوند است که نامش عادت الهی است. اگرم خداوند بخواهد عادت خود رو بر میگرداند، همچنان که قبلا اشاره کردم که یک کسی ممکن است به طور عادی در تمام سال بخورد و بیاشامد، اما تصمیم بگیره که یک روز نخورد یا یک ماه نخورد و نیاشامد. این خرق عادت است. اما اگر بخوایم به زبان امروز بحث کنیم یا به زبان معتزله و فلاسفه، اونگاه باید بگیم که نقض یک قانون طبیعی است، منتها نقض ظاهری یک قانون طبیعی است. از نظر اشاعره خرق عادت خرق واقعی عادت است، یعنی واقعا یک عادتی عوض می شود و نقض می شود و جریان دیگری متفاوت یا متضاد با او رخ می دهد. اما از نظر فلاسفه طبایع و ضروریات مقتضای طبایع امور رو نمیتوان نقض کرد، این خلاف به اصطلاح اصول مسلمه فلسفه متافیزیکی است، ولی میتوان اون رو پوشاند، میتوان ظاهرا از اثر او جلوگیری کرد. شما نمیتوانید آب رو غیر آب بکنید. آب اگر آب است، همان است که خواص ذاتی خود را دارد. آتش را هم نمیتوانید غیر آتش بکنید و هر موجود دیگری رو. شما فسفر رو نمیتونید غیر فسفر کنید، گوگرد رو هم نمیتونید غیر گوگرد کنید، اما میتونید یک کاری بکنید که این آب آثارش ظاهر نشود. آب بماند اما آثارش ظاهر نشود، آتش بماند اما آثارش ظاهر. لذا اونچه که در معجزات یا آیات اتفاق میفته مطابق نظر حکیمان، حکیمان الهی، فیلسوفان و متکلمان معتزلی، نقض ضروریات طبایع نیست، بلکه مانع شدن از آثار ظاهری آنهاست، از ظهور آثار ظاهری. شما میتوانید یک کاری بکنید
که ما این روز که خیلی خیلی رایج است، یعنی خیلی ساده ترینش مثالی است که زدم، میتونید یه کاری بکنید که این هواپیما روی زمین نیفته، سقوط نکنه، در حالی که جاذبه بر جای خود است، فلزاتی هم که در اثر جاذبه باید پایین بیفتن با یک شتاب خاصی همه جای خودشونن، اما شما از یه قانون دیگر طبیعت استفاده میکنید تا جلو ظهور اثر این شیء رو بگیرید، یعنی جاذبه رو شما لغو نمی کنید. ماده ماده است، با اینکه جاذبه داشته باشه، جرم داشته باشه و یک آثاری داشته باشه، شما ماده رو از ماده بودن نمی اندازید، جاذبه رو از جاذبه بودن نمی اندازید. آهن و آلومینیوم و فلزات دیگری که در هواپیما به کار میره، اونا رو هم از آهن بودن، آلومینیوم بودن نمی اندازید. اینا هیچ کدوم طبیعتشون و ذاتشون عوض نمیشه، فقط از قوانین دیگری که اونها هم از ماده برمیخیزن، اونها هم قوانین مادی و طبیعی هست، کمک میگیرید تا موقتا اثر یکی از اینها رو تعطیل کنید، یعنی به ظهورش اجازه ندهید، از طریق بازی کردن و به جان هم انداختن قوانین طبیعت و آثار طبایع. این همون کاری است که ما در تکنولوژی میکنیم. تکنولوژی پارادایم کیس، یعنی نمونه برجسته این است که ما یک طبیعت دیگری ساخته ایم، اما این طبیعت دیگر رو از روی همین طبیعت موجود ساخته ایم، اومدیم و مکاری کرده ایم، حیله کرده ایم، و این دقیقا کلمه حیله در اینجا به کار میرود، برای اینکه اصلا تکنولوژی با همین مفهوم حیله یا مکر همراه هست. دیوایس که ما به دستگاه های میگیم که ساخته میشوند، اینا از همون ریشه دیول یعنی شیطان و دیولیش نس یعنی شیطانیت میاد، یعنی گویی که این دستگاه های شیطانی در اونهاست. ابتدا میگفتن وقتی که ساعت ساخته شد، ساعت عقربدار، گفتن شیطانی در این ساعت است، و خوب حرفی هم زدن، یعنی شیطنتی در کار است. طبیعت به اون راه نمی رود به خودی خود، ما او رو به اون راه می کشانیم. ما خودمون جزء طبیعتیم، عقل داریم که اینم یک موجود طبیعی است، بعد این موجود طبیعی در این موجود طبیعی نظر می کنه و تصرف می کنه و اجزایی رو در کنار اجزایی قرار می ده، اجزایی رو مقابل اجزایی قرار می ده، ماشین می سازه، هواپیما می سازه و دارو می سازه. این داروهایی که ما به کار می بریم خب پاره ای از طبیعت است که بر ضد پاره دیگری از طبیعت قیام می کنند. اون پاره ای از طبیعت رو بعضیش در طبیعت بوده، بعضیش رو ما می سازیم، یعنی داروشناسان، شیمیستا، اینا ترکیباتی رو پدید میارن که تا کنون اصلا به طور طبیعی وجود نداشته، ولی اینها رو به کار می گیرن. لذا ببینید، نقض قانون میتوان کرد، اما نقض قانون ظاهری است، یعنی با قانونی از ظهور اثر قانون دیگری، با خاصیتی از ظهور خاصیت دیگری جلوگیری میکنیم. خرق عادت میگفت که نه، اصلا خاصیت ذاتی وجود نداره، هرچه که هست ظاهری و سطحی و بیرونی است و عادت هست، و این عادت رو راحت میشود عوض کرد. باری حالا هر نامی به کار ببریم، اما اون محتوای این نامها و اون مسماهایی که زیر اینها نهفته است همه اهمیت داره. بحث ما این بود که آیا معجزه، اونچه که خارق عادت نامیده می شود، آیا ممکن است یا نه؟ ما در بحث های گذشته مفصلا این را آوردیم که 100% ممکن است. هیچ حکم عقلی و تجربی و برهانی نداریم که به ما بگوید که مثلا کسی در اثر از کنی دعای کسی بهبودی پیدا بکند، یا در اثر دعایی مثلا بارانی ببارد، یا فی المثل فرزندی بدون پدر به دنیا بیاید، یا کسی بر آب راه برود، یا آب تبدیل به شراب بشود، اونچنان که در معجزات عیسی علیه السلام است، یا مرده ای از جا برخیزد و زنده بشود، یا عصایی مار بشود. ما هیچ دلیل عقلی بر این که این کار محال است نداریم،
هیچ دلیل تجربی هم نداریم. حد اکثر اونچه که می شود گفت و گفتن این است که تا حالا ندیدیم که چنین بشود. خب بله، تا حالا ندیدیم. چیزای دیگه هم همینطور بود. ما هیچ دلیل عقلی نداشتیم که آب آتش رو خاموش کنه، ولی چون دیدیم گفتیم که آتش رو خاموش میکنه. اگر که آتش رو خاموش نمی کرد ما همچنان میگفتیم نمیدونیم، ولی امکانم داره که آتش رو خاموش کنه. وقتی هم که دیدیم گفتیم خب پس این ممکن بود و واقع هم شد، و نه یه بار و نه دو بار، صد هزار بار، بنابراین دیگه قابل قبوله. حالا ببینید، ما هیچ دلیل عقلی نداریم. ما تنها دلیلمون این است که دلیل هم نیست، یعنی تنها مشاهدات ما این است که تاکنون فرزندان از مادری و پدری به دنیا آمدند. بسیار خوب. اما این که نمی شود، من اون قوی ترین نمونه رو میگم، نمی شود که این عکس بشود یا خلاف این بشود، کدام دلیل وجود داریم؟ دلیل عقلی که نداریم، چون ممکن است، محال که نیست. محال این را متضمن تناقضی باشه، تناقضی وجود نداره در اینجا، یا مخالف یکی از اصول مسلمه عقلیه باشه، مخالف اصول عقلیه نیست. این که بگیم مخالف تجربه باشه، تجربه من استقرا، یعنی اونچه که تا امروز کردیم، خیلی خوب، اونچه که تا امروز انجام دادیم استقرا است، یعنی تا حالا اینطوری بوده، فردا ما نمیدونیم. این همه دلیل میارن بر اینکه استقرا موجب علم نیست، مفید علم نیست، مفید یقین نیست. خود فیلسوفان از ارسطو به این طرف، فیلسوفان علم در زمان ما، پس اینو برای کجا گفتن و کجا باید ما این از اینا استفاده بکنیم؟ اون مثال خیلی زیبایی که برتراند راسل میزنه، میگه که کسی بود که مرغی داشت و هر روز میرفت و برای آب و دانه می آورد. هر روز که سر و کله صاحب مرغ پیدا می شد، مرغ شکوفا می شد و سرور وجود او رو می گرفت که برای من غذا آورد. تا شد شب کریسمس، این بار که این آقا رفت، به گمان این که یعنی استقرا کرده بود پیش خودش که بازم آب و دانه آورده، این دفعه چاقو در دستش بود، آمده بود تا سر او رو ببره. واقعش این استش که در وقایع طبیعی که به دنبال هم رخ میدهند، درست آمدن اون مرغدار است نزد مرغ که یه روزی ممکنه با چاقو بیاد، یعنی جان اون مرغ رو بگیره و اون عادت رو نقض کند و خرق کند. همه اینها همینطور است و ما در علوم طبیعی نمونه های اینها رو بسیار داشتیم. من به یه زبان دیگری این رو گفتم، گفتم که وقایعی که خرق عادت نامیده می شوند به زبان علم امروز وقایع کم احتمالند، احتمالشون کم است. چون اصلا امروز در باب استقرا هم که بحث می کنن، سخن از احتمالات میگن وقتی که مکررن آتش توسط آب خاموش شد و خاموش شد و شد، اینا ما احتمال به وقوع این امر در نوبت آتی بالا می رود. یعنی اگر صد هزار بار شد، دفعه 101 احتمالش بیشتره، اما اگر یه دفعه خب کمتره. یا یه سکه رو که شما انداختید، اگر این سکه شما متعادل نباشه، بایست باشه به قول اینها، یعنی متمایل به یک جانب باشه، ببینید مثلا 80 نوبت خط میاد، 20 نوبت شیر میاد. 100,000 بار اینو امتحان کنید. ما یه استادی داشتیم که در دانشگاه لندن همین فلسفه احتمالات به ما میگفت. خودش میگفت یک صبح تا شب نشستم تو اتاقم، دو سکه مینداختم بالا و پایین و ثبت میکردم که این دفعه شیر اومد، این دفعه خط اومد. بله، 100,000 بار شما این سکه رو بندازید، وقتی که ببینید 80 بار، یعنی 80% موارد شیر اومد، 20% خط آمد، احتمال این که طرف دفعه بعد شیر بیاد بیشتر میشود از این که خط بیاد. ولی ممکن هم هست شیر نیاد، احتمال این. بنابراین قصه قوانین طبیعی در روزگار حاضر قصه احتمالات است، یعنی قصه این است. حالا اینکه خود احتمال یعنی چی، اینا دیگه حالا باید بماند، یعنی وقت این نیست که اینا رو ما توضیح بدیم. بخشش هم قبلا توضیح دادم، های احتمالی امر واقعی در خارجه یا فقط یک نوع ظن عقلی است، اینا حالا بماند. ولی فعلا عرفاً و مسامحتن به کار میبریم کلمه احتمال. احتمال اینکه دفعه بعد هم شیر بیاد بیشتره و همچنین و هاکذا، ولی ممکنه هم شیر نیاد با وصف اینکه احتمال بالاست. ممکنه که خط بیاد با اینکه احتمال کمه. ببینید این خیلی خیلی مهمه.
اگر توی 99% مواردم شیر اومد، باز احتمال اینکه دفعه بعد شیر بیاد خیلی زیاده، اما احتمال اینکه خط بیاد خیلی کم، ولی ممکنه خط بیاد. به تعبیر دیگه حوادث نامحتمل در این عالم رخ میدهند. این بسیار مهمه این حرف، با همه سادگیش عمقی دارد این سخن. حوادث نامحتمل در این عالم رخ میدهند، جایی دارند، فقط اینی که کم رخ میدهند، نادرند. بسیار خوب، همین که رخ میدهند و میتوانند رخ بدهند معناش این است که ممکنند و محال نیستند، و همین که نادرند و کم وقوعند معناش این است که یه جایی در طبیعت برای اونها هست. هر روز رخ نمیدن، البته در هر دوره رخ نمیدن، اما میتوانند رخ بدهند. لذا به صرف این که تا کنون چنین بوده نمیتوان گفت که حتما چنین باید باشد، بعدن هم حتما چنین خواهد بود. نه خیر، میتونید بگید که تا کنون چون چنین بوده احتمال این که بعدن چنین بشود زیاد است، مثل همون قصه سکه و شیر و خط، اما ممکن است که یک دفعه خط بیاد، با علم به این که اتفاقی که میخواهد افتاد بسیار نادر است و بسیار کم احتمال است. من در اون بحث های قبلی براتون عرض کردم که اون نویسنده آمریکایی لبنانی که اون کتاب راجب بلک سوان یعنی بوی سیاه رو نوشت، تمام کتابش در همین زمین است که بوی سیاه خو خیلی نادره دیگه، همیشه مثال میزنن همه قوها سفیدن، پس قویی که بعدی که تا الان ندیدم و خواهم دید به احتمال زیاد سفید است. ایشون میگفت که خب قوی سیاه پیدا شد و معلوم شد که قوی سیاه که خیلی نادر الوقوع بود یا غیر محتمل الوقوع بود، خب رخ داد دیگه، و اسم کتاب رو بلک سوان گذاشته و بعدش هم نمونه های بسیاری داده. من که حتی پاپ رو از اینا فراتر گذاشتم، گفتم هر حادثه‌ای در این عالم بدی است. ما فقط به نگاه ظاهری میگیم دو تا چیز شبیه همن. توجه میکنید وقتی که در شیمی شما یه واکنشی رو انجام میدید و میگید این اسید رو میریزیم روی اون مثلا باز و بعد اون نمک رو به دست میاریم، بعد اینو ما هزار دفعه تکرار میکنیم، هی اسید سولفوریک رو میریزیم رو آهن، اسید سولفات آهن به دست میاد، بعد میگه خب این تکرار. واقعا تکراری صورت نمیگیره، صورتن و ظاهرن تکراری در اینجا صورت میگیره که جای بحثش خیلی زیاده، اما نمونه های خیلی عالیش همین رادیو اکتیویته است در طبیعت که کاملا بدی است. یعنی هر نوبتی که چیزی میشه کافت، اتمی میشه کافت و ذراتی رو به بیرون میپراکند بی سابقه است و کاملا بدی است و تحت هیچ فرمولی در نمیاد. لذا ما بدی در این عالم بسیار زیاده، حوادث نادر و کم احتمال خیلی زیادن. گفتم تمام زندگی ما محفوف به در این هاست. من این لباسی رو که امروز پوشیدم، برم فرض کنید الان زیر آفتاب و بعد فلان فوتون آفتاب به این لباس من بخوره، شما فکر کنید احتمال یک چنین اتفاقی چقدر بوده که فلان فوتون از میان تمام این فوتون ها میلیارد 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 که از خورشید میاد بیاد اینجا بالا سر من و به این لباسی که کجا دوخته شده توی بنگلادش، توسط چه کسانی و کجا اون صادر شده اینجا با آمریکا و توسط بنده خریداری شده، گرچه توسط بنده هم خریداری نشده، و بعد اینجا بر تن من نشسته و بعد اینا تلاقی کردن. شما فقط صرف این احتمال رو بخواید محاسبه کنید، خواهید دید که حادث از این نادرتر و کم احتمالتر نمیشه. شما ببینید در طب گاهی بیماری های پیش میاد که تا کنون رخ نداده، هیچ طبیبی هم نمیگه که چون تاکن رخ نداده پس این غلطه، پس این نیست. خب چرا نیست؟ خب هست دیگه، این نادر الوقوع بوده که کم رخ داده و تا حالا شما ندیدید. چرا نادر الوقوع بوده؟ چرا کم احتمال بوده؟ برای اینکه این بیماری که امروز پدید اومده و تا حالا هم شما نمیشناختید و علم طب تا حالا نمیشناخته و به همین دلیل هم خب این ندرت وقوعش باعث شده که تا حالا دیده نشه. چرا؟ چون پدید آمدنش در گرو تقارن علل بسیار بوده است، یعنی عوامل و علل بسیار بسیار زیاد، اینا باید کنار هم جمع می شدن تا فلان بیماری پدید بیاد.
یکیشون اگر غائب باشه دیگه پدید نمیاد. لذا حوادث نادر در حقیقت معلول تقارنهای نادر است، معلول تقارنهای نادر است، یعنی اجتماعی از علل که کمتر اتفاق میافتد، اجتماعی از علل که کمتر اتفاق میافتد. در حال حاضر در اینکه مثلا بارون زیاد اتفاق میافتد، برای اینکه عللی که بارانزا هستند و باید دور هم جمع بشن زیاد دور هم جمع میشن. برف همینطور است، زلزله همینطور، ولی این یکی مثلا کمتره، اون یکی بیشتره. همینطور زلزله اگر کم است، سونامی اگر کمتره، اگه فلان حادثه کمتره، میرسیم به بعضی از حوادثی که عللی که باید دور هم جمع بشن تا اون حادثه رو پدید بیارن اونقدر این علل زیادن و اقترانشون اونقدر نادره که خب بسیار اندک رخ میدهند و لذا احتمال رخ دادنشون کمه. اما کم بودن احتمال رخ داد مطلقا نفی نمی کند امکان اون را. این نکته بود که ما قبلا هم خیلی مفصل گفتیم. لذا خرق عادت یا نقض قانون یا معجزه یا کرامت یا سحر، هر کدوم اینها رو اگر شما در نظر بگیرید که اینا هم خانواده هم هستن، همچنین اجابت دعا که فیلسوفا اینا رو کنار هم نهادن، اینا همه از جنس حوادث نادر الوقوعی هستن که ما عللشون رو نمیدانیم و عللشون اگرم بدانیم 2 تا و 5 تا و 10 تاشو میدونیم، ممکنه 100 تا و 100 هزار تا باشن که این علل وقتی جمع میشن ایجاب میکنن حدوث حادثه رو، اما خیلی کم جمع میشن و اون وقوعشون یعنی اون اجتماع کم احتمال، لذا این معلولشون هم کم احتمال است. به همین سبب اینکه ما خیلی به اصطلاح عالم نمایی بکنیم و گمان بکنیم که ما یک پرچم خیلی برافراشته‌ای داریم و زیر سایه او ایستاده ایم و هیچ کسی نمیتونه مقابل او بیسته، نه، واقعش این است که نفی معجزات و خرق عادت و کرامات و حتی سحر و اینا هیچ کدوم علمی نیست. علم چنین فتوایی نمیدهد، اما علم اینا رو مطالعه هم نمی کنه. چرا؟ برای اینکه علم حوادث مکرر الوقوع رو مطالعه می کنه، نه حوادث نادر الوقوع رو، نه حوادث بدیع رو. بله، به این معنا علما خودشون رو وقف مطالعه این حوادث نمی کنن، چون که اولا سود چندانی برای زندگیشون نداره، ثانیاً اصلا دنبال کردن اونها خیلی دشواره. شما دنبال کردن سیره بیماری که خب بارها رخ میده خب خیلی راحت تره تا اینکه شما بشینید به انتظار اینکه فلان و فلان و فلان و فلان جمع بشن ببینیم چی میشه. هم نتیجه عملیش کمه، هم حوصله نظریش. علم دنبال حوادث ریپرودیوسیبل میرود، حوادثی که قابل تکرار و تجدید باشند، حوادثی که اینچنین نباشند یا تولید و تکرارشون بسیار دشوار و نادر و سخت باشه. البته دانشمندان دنبالش نمیرن، مخصوصا در روزگار حاضر که علم به شدت سیاسی و حکومتی شده است، یعنی فاندینگ علم از طریق حکومت هاست و حکومت ها و اون جاهایی که باید پول برسونن به دانشگاه ها و به مراکز تحقیقاتی، اینا برای هر تحقیقی بودجه نمیدن، برای هر چیزی پول صرف نمی کنن، بلکه به چیزی که عایده ای داشته باشه، فایده ای داشته باشه پول میدن. لذا بعد از چیزا میشه سرگرمی بعضی از دانشمندان که به اصطلاح ویرشون بگیره و دنبال اینکه یه چیزی رو که ناشناخته است و دیگران دنبالش نمیرن اینا دنبالش برن. به هر حال این نکته اول که مایلم خیلی خوب بهش توجه بکنید. اما نکته دوم وقوع معجزه است. ما تا کنون از امکان معجزه سخن گفتیم که خب گفتیم ممکن است و ما هیچ دلیل عقلی و نقلی و علمی و فلسفی را علیهش نداریم. وقوع آیا واقعا معجزات رخ دادن؟ خب ببینید، اگر معجزه رو ما تفسیر کنیم به حادثه کم احتمال که همین هم هست، خب بله رخ دادن و امروز هم رخ میدن،
جلو چشم ما هم رخ میدن، حوادث نامحتمل و کم احتمال مثل پیدا شدن یه قوی سیاه. ممکنه کسی بگه چرا امروز هیچ فرزندی بدون پدر زنده نمیشه، چرا امروز هیچ مرده ای رو کسی زنده نمیکنه؟ خیلی خوب، حالا نمیکنه، اون شرایطش نیست، اون کسی که اون همت و اون اراده و اون شخصیت و نفسانیتی رو داشته باشه که مرده رو زنده بکنه نیست، ولی دلیل نداره. حالا ولی به قول مولانا میگه اگه میخوای جلو چشمت ببینی، این بدن حیوانات، بدن انسان کارخونه چیه؟ زنده کردن مرده هاست. برای اینکه ما غذای مرده رو میخوریم تبدیل به این جان زنده میشه. خب ما به اینا دقت نمی کنیم، این اتفاق میفته، هر روز داره میفته. هیزم تیره حریف نار شد، تیرگی رفت و همه انوار شد. این که این لقمه ای که ما میخوریم مرده است و بی جانه، میاد این چه از جان ما از کجا میاد؟ از همه غذاهای مرده. مگر اینکه ما بگیم نه ما جان نداریم، یا جانم هیچ فرقی با بی جانی ندارد، یا حالا هر چی میخواد بگید. اما اگر واقعا یک کارخونه ای که مرده رو تبدیل به زنده میکنه میخواد ببینید، همین اینکه خداوند میگه یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، همین است. از مرده زنده بیرون میکشد و از زنده مرده بیرون میکشد. توجه میکنید؟ مرده شو تا مخرج الحی صمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد. حالا اون به لحاظ عرفانی میگه، میگه در مقابل خداوند بمیر، این خودپرستی رو از سر بیرون کن، مرده شو تا زنده بشی، تا مخرج الحی صمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد. خب ببینید این رو ما داریم میبینیم و نمونه های اینا رو. بنابراین این که معجزه واقع شده، بله واقع شده، اما خب بعضی معجزات هست که به طور اخص جزء منقولات تاریخی است. مثلا این که همین که گفتیم و در انجیل آمده است که عیسی مرده زنده کرد، و در این جور معجزات به پیامبر اسلام دست کم در قرآن نسبت داده نشده، در بعضی از روایات و حکایات نسبت داده شده است، در قرآن نیامده. اما این که مرده زنده کرد، یا آب رو تبدیل به شراب کرد، یا روی آب راه می رفت، یا اینکه گل می ساخت به شکل کبوتر، به شکل مرغی در می آورد و در اون می دمید و اون مرغ به پرواز در می آمد، این حوادث به لحاظ نقلی و تاریخی ممکنه محل بحث باشن. بگن آیا واقعا این حوادث رخ دادن؟ این حوادث خاص که عرض کردم کسی میتونه شبهه بکنه، و چون تواتر واقعی هم در اینجا ها وجود ندارد. چون ببینید ما در حوادث تاریخی، اولا تاریخ علم ظنیه دیگه، یعنی همه علوم ظنیه، یعنی فقط تاریخ نیمون تا تاریخ ظنی تر از اونهاست. ما در علوم طبیعی تجربی همینه که تو آزمایشگاه جلو روی خودمون امتحان میکنیم، به نتایج ظنی میرسیم نه به نتایج قطعی، و همین دلیل هم پس فردا ممکنه تئوری ما باطل بشه. تاریخ یعنی این از نظر قطعی و ظنی بودن یه طیفی دارن علوم، از علوم فیزیکی آغاز میشن تا به تاریخ منتهی بشن. علم تاریخ در اون انتهای طیف قرار داره که از همه ظنی تر است، چون هر چه میگیم متعلق به گذشته است که در اختیار ما نیست، و ما اینجا هستیم و فقط گواهی های مورخان و منقولات اونها، و اون چه که از گذشته باقی مانده است مثل سکه ها و سنگ قبر ها و کتیبه ها و غیره که امروز مورد توجه است، اونها هم به اعتبار اینکه مال گذشتن باز مورد توجه مورخ قرار می گیرن. یا اگر عکسایی باشه، فیلمایی باشه که خب در تاریخ نویسی امروز به کار میاد، گذشتگان چنین چیزهایی رو نداشتن. اینا هیچ کدوم نمیتونن مورد آزمایش مجدد قرار بگیرن که دوباره ما یه چیزی رو پس و پیش کنیم و ببینیم که حادثه به چه دلیل رخ داده، به چه علت رخ داده. ما فقط باید تماشاگر باشیم. البته تماشاگری صرف در تاریخ نیست، و فلسفه تاریخ بحثای مفصلی در این زمینه شده است، من وقت شما رو نمیگیرم. اما این نکته مسلم است که ما در امور تاریخی اگر بتوانیم به یقینی برسیم در تواترات، در متواترات است. متواتر یعنی حادثه‌ای که چندان نقل شده است از ناحیه افراد مختلف، به طوری که احتمال تبانی آنها بر تحریف یا دروغ صفر یا نزدیک به صفر باشد.
اینو بهش میگن حادثه یا حکایت یا روایت متواتر. ببینید روایت های دینی هیچ کدوم متواتر نیستن، ما اینو قبلا هم گفتیم و شاید بعدا هم باز راجع به اینم بحث بکنیم، هیچ کدوم متواتر نیستن. برای اینکه اون چه که مسیحی ها میگن فقط مسیحی ها میگن، یعنی از مسیر اونا اومده. اون چه که مسلمان ها میگن مسلمان ها میگن، از مسیر غیر مسلمان ها نیومده مگر اندکیش. متواتر یعنی از جاهای مختلف خبر به ما برسد، خبرهای مختلف و متراکم و کثیر که دیگه ما نتونیم شک بکنیم یا شک بسیار اندک بکنیم. مثال هایی که خودشون میزنن و میزدن از قدیم که فیلمثل اینکه یه شهر پاریسی وجود داره، انقدر افراد مختلف اینو گفتن، از هر گروهی، هر نژادی، هر دینی، هر زبانی، هر که دیگه ما شک نداریم که اینا همشون با هم تبانی کرده بودن که بیان مثلا سر بنده رو کلا بزنن و من باور کنم یه شهری که وجود نداره به نام پاریس قبول کنم که وجود داره. این نقل دیگه، این گواهیه، اما این گواهی ها اونقدر زیاد و متنوع و متکثر هست که جای شک نمیذاره. ولی در کدام یک از امور دینی چنین تواتری حاصل شده است؟ خب فقط مثلا مسیحی ها نقل میکنن تو انجیل آمده است که عیسی شراب رو تبدیل، آب رو تبدیل به شراب کرد. دیگه کیا اینو گفتن؟ خب آدم همکیشان و همفکرانش مسئله ای رو گواهی بدهند و نقل بکنن کفایت نمیکنه برای اینکه ما او رو باور کنیم. ما باید ببینیم که گفت الفضل ما شهدت به الاعداء، او باید ببینیم دیگران حادثه رو چگونه نقل میکنن، چون عاشقان و معتقدان همیشه بهترین ناقدان و بهترین ناقلان نیستن. اونا چیزایی رو نمیبینن اصلا، چیزایی رو میبینن. خب در انجیل آمده است که وقتی که عیسی رو بردار زدن و آخرین نفس خودش رو کشید، هوا تیره و تار شد، طوفان وزید. تا اینجاش عادیه، تمام مرده ها با کفنشون از قبر بیرون اومدن و توی کوچه و خیابون ها مشغول را افتادن شد. خب این تو انجیله. فرض کنیم که یک خرق عادت هم هست، بسیار خوب، اما کی نقل کرده این رو؟ یه دونه از انجیل ها نقل کرده. خب آیا ما میتونیم باور کنیم؟ مسیحی ها اینو باور دارن. از اون ور مسیحی ها همشون میگن که عیسی رو بردار زدن، ولی مسلمان ها میگن نخیر بردار نرفت، برای اینکه قرآن گفته نخیر عیسی رو نکشتن. خب این خبر متواتر شد، از نظر اونا متواتر است، ولی وقتی که خلافی در میان میاد دیگه تواتر باقی نمونه. و هر معجزه‌ای که شما پیامبر اسلام نسبت بدید، هر چی که به موسی نسبت بدید، به ابراهیم، به دیگران، به دیگر، ببینید تمام اون چه که به لحاظ تاریخی به ما رسیده ظنی و احتمالی است. اشکالی هم نداره و ما اصلا زندگیمون همه و علوممون همه ظنی و احتمالی است، اما بعضیاش خیلی ظنی و غیر محتمل است، بعضیاش محتمل تر است. ما در مسائل تاریخی هم فقط به نقل گواهان نمیتونیم اکتفا کنیم، به بسیاری از امور دیگه هم باید نظر کنیم، یعنی در واقع جامعه شناسی تاریخی باید داشته باشیم، روان شناسی تاریخی باید داشته باشیم، با اوضاع جوامع اون روز بسنجیم، به قول ابن خلدون با طبیعت اجتماع باید بسنجیم. خب این کاریست که مورخان گذشته نمی کردن، ابن خلدون سعی کرد این کار رو بکنه. امروز که خب خیلی خیلی زیاد است این که ما مسائل اقتصادی و جامعه شناسی و روان شناسی و انسان شناسی و غیره و غیره همه رو باید در میان بیاریم تا نقل‌های تاریخی رو قربال کنیم و ببینیم کدامش با دیگر فکت‌ها می‌سازد یا نمی‌سازد، از این سازگاری‌ها نتیجه بگیریم. در امور دینی برای اینکه معمولاً و تقریباً در همه جا آنچه که نقل کرده‌اند پیروان همون دین نقل کردن، در غیر این صورت در این صورت ما به تواتر نمیرسیم، نه به یقین نمیرسیم، یعنی به احتمال بالا نمیرسیم. به یاد دارم که این حادثه ای رو که یک کسی برای من نقل میکرد، یکی از روحانیون میگفتش که کسانی از مسیحیان
آمریکا بود یا اروپا آمده بودن، رفته بودن قم و ضمنا رفته بودن پیش آیت الله وحید خراسانی و آیت الله وحید خراسانی به اونها گفته بود ببینید ما اگر به قرآن اعتقاد نداشتیم عیسی شما رو زنازاده می دانستیم. برای اینکه میگن از پدر به دنیا آمده، این به خودی خود انقدر نامحتمل است که قابل قبول نیست و همون گمانهاییست که بعضی ها میزنن که در معبد کجا اینا کسانی با مریم ارتباطاتی داشتن و او رو حامله کردن. فقط قرآن است که به ما ویرجن برس یعنی تولد بکرزایی عیسی رو گفته و اطمینان داده است. اگر این نبود شما هم دلیل تاریخی نداشتید و این بر می افتاد. حالا شما نگاه بکنید داستان اینطوری است. خود یهودی ها هم قبول ندارن، یهودی ها هم معتقدن که این داستان عیسی و بکرزایی اینا همش باطل بود، همش افسانه هایی است که مسیحی ها درست کردن. ما در تاریخ پاره از حوادث رو نمیتونیم متیقن باشیم که رخ داده است یا رخ نداده است. این خیلی مهمه و ممکنه بعضی ها در وقوع بعضی از معجزات شک کنن، کاملا امکان داره، اما این که در وقوع بعضی از معجزات ما شک کنیم یه حرفه، این که در اصل امکان معجزه شک کنیم یا در اصل وقوع بعضی معجزاتی که امروز هم رخ میدن شک کنیم یه حرف دیگر است. نخیر، در این که کرامتی سحری رخ میدهد اینا به نظر من شواهد بسیار دارد، هم در جهان حاضر هم در جهان غایب. نمونه های بسیاری امروزه هم دیده می شود و به لحاظ عقلی و علمی هم چنان که گفتم درباره اونها نمی توان تردید کرد یا دلایلی علیه اونها آورد. حالا می رسیم به سوال سوم. ما تا اینجا اجازه بدید من این نکته رو هم عرض بکنم که چون من چند دفعه گفتم سحر ممکن است که بعضی ها اینجا براشون سوال ایجاد بشه، باز فکر کنن که از نظر علمی سحر باطل است. نخیر، اگر که میخواد بدونید اولا منقولات زیادی هست که بعضیاش اطمینان آوره و ثانیا خود قرآن صحه میگذاره برای اینکه سحر وجود داره و هم در زمان موسی ساحران بودن، هم کسانی بودن دوتا ملک بودن اونطوری که در قرآن هست که یعلمون الناس السحر، به مردم سحر یاد میدادن و جریان جاری بوده در میان اقوام گذشته. امروز هم ساحران هستن و این کارا رو میکنن. حالا ممکنه که ما تا کنون تبیین علمی برای اونها پیدا نکرده باشید، برای اینکه حوادث نادر الوقوع هن و حوادث خفیه هن، یعنی عللشون مخفی است، آشکار نیست و همین سبب دسترسی به اونها آسان نیست. تقارن علل زیادی اونجا ها لازم است، به علاوه که سحر خیلی متکی به شخص ساحر است، همونطور که معجزه خیلی متکی به شخص معجزه‌گر است. حالا این رو دربارش خواهم گفت. اجابت دعا هم همینطور است. فقط یک نکته رو اینجا خوبه که من اضافه کنم، اون فرقی است که پاره از محققین متکلمین بین معجزه و سحر نهادن، چون اینا خیلی با هم شبیهن، واقعا خیلی با هم شبیهن. اتفاقا یکی از حرفایی که بعضی از ناقدان گفتن و به حق هم گفتن، گفتن خیلی از این چیزایی که شما نام معجزه از گذشتگان نقل میکنید شاید اینا سحر بوده، چرا اسمش معجزه گذاشتید؟ به همین دلیل هم هست که اینا اینقدر نزدیکن با هم. دلیلش اینه، مولانا هم میگه سحر را با معجزه کرده قیاس، هر دو را بر یک اصل بنهاده اساس. به پیامبران هم ساحر میگفتن، به خود پیامبر اسلام هم ساحر میگفتن و این بی جهت نبود، برای اینکه کارشون شبیه کار ساحران بود. این هست، شبیه کار ساحران بود. لذا فرق نهادن بین این دوتا خیلی مهمه. در زمان خود موسی اونچنان که تورات میگه و قرآن میگه خب ساحران بودن، اومدن و ظاهرن چکار کردن، تنابها و ریسمانها و چیزهایی داشتن و اینها رو چنان کردن که گویی مثل ما رو اشتها میلولیدند و میجنبیدند و حرکت میکردن و بعد اعجاز موسی بر اونها غلبه کرد. نکته مهم در اینجا این است که به نظر محققین از متکلمین معجزه یا خارق عادت در خود طبیعت رخ میدهد. یعنی واقعا اگر عصای موسی ثعبان شد، یعنی اژدها شد، واقعا این عصا اژدها شد. اگر به فرض اون معجزه رو قبول کنیم، اگر چنان شده باشد واقعا چنان شده.
ولی اتفاقا در مورد سحر محققین گفتند که ساحران خیال مردم رو سحر میکنن، یعنی تصرفی به نحوی در ذهنشون، در چشمشون، در بینششون میکنن که چیزی رو جور دیگری ببینن، به طوری که از اون واقعه وقتی که وقت بگذره و یک سال بگذره دیگه اون امر اونچنان نیست که به نظر می آمده است، از دلها و چشمها محو می شود. در قرآن از قضا وقتی که راجع به سحر ساحران در مقابل موسی سخن میگه، میگه که اینا یه کاری کردن که یخیل الیهم انها تسعا، به نظر مردم میومد، در خیال اونها میومد که این ریسمان هایی رو که اینجا انداختن اینا در حال جنبشن. این که یخیل الیهم، این خیلی نکته دقیقی است که در اینجا، که گویی ساحران در خیال مردم تصرف میکنن و موقتاً چشم شما رو و ذهن شما رو در اختیار خودشون میگیرن و شما رو چنان تسخیر میکنن که فلان چیز رو که عادتاً وصفی دارد شما با وصف دیگری ببینید، مثلا اون رشته ها رو به صورت مار ببینید، مارایی که همچون ماران که به قول منوچهری میگفتش که افتاده زبر ماران روی هم افتادند و میقلتند و میجنبند، نگرید اون رز وان پایک رزداران، زرگون ایدون همچون رخ بیماران، روی در روی چنان پایک رزداران، چنان پای خشنساران، بله بر هم افتاده چون ماران زبر ماران. آره اینجوری می دیدن. خب ولی موسی اگر سحری کرد، معجزه کرد واقعا، یا اینکه اگر مثلا فرض کنید یک ساحری چنان به شما بنمایاند که مرده ای رو زنده کرده است، این فقط در خیال شماست و اگر یه چند ساعت از اون حادثه بگذره اون مرده مرده است، زنده نشده. اما اگر عیسی مرده ای رو زنده کند، بنا به فرض اون زنده واقعا زنده می شود و چند سالم میاد زندگی میکنه، کما اینکه در انجیل همین آمده است که مرده ای رو که اون الازار بود که زنده کرد، آمد و به زندگی برگشت و زندگی کرد و بچه دار شد و الاخر. این اون تفاوت دقیقه. اما اینکه حالا ما بخوایم از بیرون داوری کنیم که کدومشون تصرف در خیال آدمی است و کدومشون تصرف واقعی در خود طبیعت است، یک حکایت دیگر است. ولی این فقط در مقام ثبوت است، نه در مقام اثبات، یعنی در مقام تشخیص ممکنه ما همیشه فریفته بشیم، اما در مقام واقع یک چنین تفاوتی بین اونا هست. خب تا اینجا ما دو سه مرحله رو پیمودیم، اما مرحله بعدی که در واقع مهمتر از اون مرحله، دلالت معجزه یا کرامت یا سحر بر صدق مدعی، اهمیت در اینجاست دیگه. اینکه در عالم یه حوادث نادری رخ میده که کسی انکار نمیکنه، انکارم بکنه خب انکار جاهلانه است، ممکنه در صد هزار سال یه بار یه اتفاقی در کیهان بیفته، در افلاک بیفته، مگه کی میتونه بگه نمیفته؟ خب این حادثه نادر است دیگه، کم احتمال است، خب رخ میده. فرض کنید از این حوادث اتفاق بیفتن، در تاریخ هم همینطور فراوان شده، مثلا یه مرتبه یه قهرمانی مثل نادرشاه، مثل ناپلئون ظهور کنه، اینا که زیاد نبودن، اینا حوادث نادر تاریخی بودن. او چقدر چیزها کنار هم جمع شد تا یه نادری پیدا شد، تا یه ناپلئونی پیدا شد، تا یه نیوتنی پیدا شد. اینا حوادث نادر تاریخی، کی میتونه بگه که اینا رخ ندادن؟ اما خب اینا رخ دادن قبوله، ولی خب چه ربطی به پیامبری داره؟ آها، از اینجاست که این بحث شروع می شود که اگر کسی آمد و به دست او و به اراده او و به سبب او حادثه نادری رخ داد که ما اسمش رو کرامت و معجزه می گذاریم، خب تا اینجا شما گفتیم این ممکن است، این هیچ اشکالی نداره. بعد این آقایی که این اتفاق افتاد، یعنی چنین امر بدیعی رو نشون ما داد و ما رو شگفت زده کرد، گفت خب من حالا یه ادعایی هم دارم. اینو دیدین؟ این عمل
بدیع شگفت انگیز رو دیدید. من حالا یه ادعایی دارم، ادعام اینه که من پیغمبرم، ادعام اینه که خدایی هست، ادعای من این است که معادی هست و و و به این دلیل که من معجزه می کنم، شما این حرفای دیگر من رو هم باور کنید. آیا چنین ربط منطقی بین این دو امر وجود داره که من از قدرت‌های شگفتی و خارق العاده برخوردار باشم و آنها رو به نمایش بگذارم و شما رو مرعوب کنم و شگفت زده کنم با اون قدرت خاصی که دارم و آنگاه به شما بگویم که این کاری که من کردم دلیل منطقی است بر صدق کلمات من و ادعاهای من، شما دنبال من را بیفتید، از من دیگه نپرسید که فلان حرفت چرا، فلان حرف دیگرت چرا، از من دلیل نخواهید، باور کنید که همونطور که من اون قدرت رو داشتم اینجا هم صادقم. آیا چنین ربطی وجود داره؟ خب میخوام عرض بکنم که هیچ متکلمی، هیچ فیلسوفی این حرف رو نزده است و این یکی از معضلات مباحث معجزه است. من حالا براتون میخونم اقوال بزرگان رو در این باب که به نحو مطلق چنین رابطه ای رو منکر شدن، به نحو مطلق که معجزه یعنی قدرت خارق العاده یک کس بر انجام اعمال خارق العاده دلیل صدق مدعای او می شود. این ادعا هر چی میخواد باشه، از ادعاهای خیلی 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 عالی مثل مسائل توحیدی و فلان تا ادعاهای ساده دیگر، یعنی حتی اگر یک کسی بگه که من این همه به شما نشون دادم چه قدرت، پس بپذیرید زمین کروی است، آیا واقعا میشه حرفش رو باور کرد؟ به تعبیر دیگه، برای اینکه بدانیم زمین کروی است یا خدا واحد است ما دلیل لازم داریم. اون چه که یک معجزه گر می کند علت است، یعنی یک حادثه خارجی است. آیا یه علت می تواند دلیل واقع بشود یا همیشه برای اثبات صدق یک کلام یک گزاره ما به دلیل احتیاج داریم و نه به علت؟ به علت احتیاج داشتن درست مثل این میمونه که من قدر ذهن شما رو زیر تأثیر قرار بدم، گیجتون بکنم که حرف منو باور کنید. حرف منو وقتی باور کردید در اثر گیجی و اعجاب، این چی میشه؟ این در واقع علتی اومده که شما رو به باور رسونده. این باور ارزشی نداره، باید دلیلی بیاد که شما رو به یه باوری میرسونه و اون با دلیل از جنس علت نیست. این تبلیغات میتونن چیکار میکنن؟ این تبلیغاتی که شما رو بالاخره به این نتیجه میرسونن که بریم فلان چیز بخریم، فلان چیز خوبه، فلان چیز بده، فلان غذا، فلان لباس، اینا با تبلیغاتشون که علت هست نه دلیل، شما رو چنون مرعوب میکنن و چنون طوفانی تو ذهن شما ایجاد میکنن که اصلا قدرت فکر رو از شما میستانن، شما رو تسلیم میکنن و در اصل این تسلیم شما اراده میکنید که خریدی بکنید. دلیل که برای شما نمیارن که، تازه خیلی از دلیلاشون هم دلیل دروغه و دلیل دروغین دلیل نیست، علت است. دلیل دروغین دلیل نیست. خیلی از اون چیزهایی که به نظر دلیل میاد و بعضی ها دلیل محسوب میکنن علت است، چون دلیل دروغین است. دلیل همون دلیل راسته. اگر من بنابر یک علت دلیل دروغینی چیزی رو باور کنم، باور من دلیل نداره، برای اینکه اون دلیل دروغین بوده. پس چی داره؟ علت داره. باوری که بر اثر علت پدید بیاد هیچ چیزی نداره، ارزش علمی و اعتبار فلسفی برهانی نداره. اینا نکات خیلی مهم و ظریفی است که درباره همه اینها باید فکر بکنید. خب بذارید من از اینجا آغاز بکنم، از جناب غزالی. در واقع غزالی در این زمینه من میتونم بگم که بیشترین دقت‌ها رو کرده و انصافاً باید بر او آفرین گفت و دیگران چنان که من نظر کردم، مثل بزرگان حتی مثل ملا صدرای شیرازی، مثل ملا عبدالرزاق لاهیجی، مثل ملا محسن فیض کاشانی، دیگران هم این مطالب رو اصلا میشه گفت لفظ به لفظ از او گرفتند و قبول کردند.
ببینید، غزالی در واقع دنبال ایمان منطقی نبود، دنبال ایمان دلی بود و حرفش هم این بود که معجزه نمیتونه نبوت رو اثبات بکنه. ممکنه شما این رو از غزالی بشنوید خیلی تعجب کنید، ولی به چند زبان در چند جا تو کتاب المنقذ من الضلال، تو القسطاس المستقیم، الاقتصاد و فی الاعتقاد، در چندین جا این نکات رو به تفاریق آورده است که معجزه اصلا مال آدمای عوامه. حتی گاهی کلمه لئام یعنی آدمای پست، آدمایی که اصلا عقلشون به درجه بلوغ نرسیده، برای اوناست. اصلا اینقدر اهمیت ندین به معجزه. حالا به فرض اینم که رخ داده باشه، چه اهمیتی داره؟ باشه هم به درد عوام میخوره. عوام رو به جورای دیگه میشه قانعشون کرد، با تبلیغات و تلقینات هم میشه قانعشون کرد. حتی خود غزالی یه جای نقل میکنه، فکر میکنم تو الاقتصاد و الاعتقاد، اونجا میگه که والا کسانی که پیامبر اسلام ایمان آوردن اینا ازش معجزه ندیدن، معجزه هم نخواستن. بعدم پیامبر هیچ وقت ننشست پیش اونا استدلال کنه که به چه دلیل معجزه گواه صدق نبیه. نه پیغمبر معجزه کرد، نه اونا معجزه خواستن، نه چنین استدلالاتی در میان بود. میگفت اینا میمدن پیش پیغمبر یا شیفته رفتار او میشدن، شیفته گفتار او میشدن، حتی بهش میگفتن آقا تو رو خدا، میمدن میگفتن که شما راستشو بگو، به قول امروز خدا وکیلی تو پیغمبری واقعا راست میگی؟ اونم میگو آره والا. میگفتن باشه قبول، رفتیم. خیلی از اینجوری ها ایمان آوردن. ببینید خیلی از اتفاقاتی که تو تاریخ هم میفته همینطوره. بعدم خب دیدن این مرد پایدار است و این صدقی که ازش دیدن، این امانتی که دیدن، اینا عوض نشد، سوء استفاده از قدرتش نکرد، سر حرفش ایستاده بود فلان، ولی اصلا در گرو این نبود که از اون معجزی بخوان. حتی قرآنی که ما میگیم، خود قرآن میگه معجزه است، این قرآن که تا آخر عمر پیغمبر طول کشید تا تمام بشه، تا تکمیل بشه، ولا اولین آیه ها که اومده بود و اولین سوره ها که اومده بود که همین بحثا نبود. لذا ببینید اصلا این اهمیتی که به معجزه داده میشود، و این رو من بیشترش رو معلول این کار وعاظ جاهل میدونم که دیدی دیگه سر منبرا اصلا بساط جادوگری پخش کرده، همینطوری این امام این کاری کرد، اون امام اون کاری کرد. طبعا یکیش هم به پیغمبر نمیگن، چون در مورد پیامبر این چیزا بسیار کم نقل شده، اما در کتب شیعه فراوان از این خرافاتی به نام اعجازها نقل شده که امام با شیر حرف زد، کبوتر اومد گفت من با زنم دعوام شده، اون یکی نمیدونم شیر رو از روی پرده آورد بیرون، تبدیلش به شیر واقعی کرد، آدما رو درید، اون یکی نمیدونم همینطور هرچی هم نادرتر. ابوالفضل که از تو شکم مادرش رو از زمین وقتی زمین خورده بود بلند کرد، اون یکی که چیکار کرد، هرچی هم اعجاب آورتر و عجیبتر. اینا فکر میکنن این دلالت بر عظمت کسی و دلالت بر صدق آموزه های او داره، دلالت بر امامت او داره، دلالت بر نبوت او داره، دلالت بر نزدیکی او به خدا داره. هیچ کدوم اینا نیست دیگه اصلا. و این حرف بنده نیست، این حرف بزرگان قوم است. و آخرش هم این استش که اگرم معجزه‌ای بوده، به فرضم که بوده، چونه نمیزنیم که بوده، اگرم بوده به درد عوام میخوره. اصلا زیاد روش سرمایه گذاری نباید کرد. مولانا هم یادتونه صریحا میگه معجزات از بحر قهر دشمن است. اگرم معجزه‌ای بوده برای اینکه روکم کنی بوده، نه اینکه گواه صدق نبوت. نه، اونا می اومدن و ادعاهایی میکردن برای کم کردن روی اونا، برای قهر دشمنان پیامبر احیانا معجزه هم میکرده، یا برای اقناع عوام. ولی آخه اقناع عوام چقدر ارزش منطقی داره، چقدر ارزش علمی داره که ما بگیم که چون عوام قانع شدن پس تمام شد؟ آخر تمام نشد، کار پیامبر تمام نشد. او برای عوام نه، او برای این اومده بود که چی؟ سخنان صادقی رو به مردم بیاموزه. ممکنه یه آدم حرفای کاذبی هم بزنه، هم یه جوری عوام رو سرشون رو شیرهی بمالد و یه جوری کلا بذاره و یه فریبی در کار کنه، اونا رو قانع کنه. و از این عوام فریبا ما زیاد داشتیم، از این شیادها ما زیاد داشتیم. خب بی خود نبود که زکریای رازی میگه این پیامبران همشون شیاد بودن. به چه اعتبار؟ به اعتبار این معجزاتی که اونا نسبت میدن. توجه میکنید که خب کلمه خیلی خیلی تند و درشتی بود که
به کار می برد که شایسته نیست، ولی خب می گفت دیگه. ببینید اتفاقا وقتی که شما معجزات زیادی رو به نفر نسبت دادید، رفته رفته آدم تا شکش برمی داره که این چی جور شخصیتی است، و رفته رفته تبدیل میشه به شخصیت ساختگی. یعنی معلوم میشه که این نباید آدم حقیقی باشه، نمیتونه یک شخصیت واقعی باشه که این همه چیزهای عجیب و غریب از اون نقل میکنن. جادوگرام اینقدر جادو نمیکنن. خب حالا من اون جملات غزالی رو اول براتون بخونم که خاطرتون جمع بشه که ماجرا از چه قرار است. ببینید غزالی در انتهای عمرش، میدونید دیگه، شاید آخرین کتابی که نوشت کتاب المنقذ من الضلال بود، یعنی نجات دهنده از ضلالت. این کتاب بارها ترجمه شده به زبانهای مختلف، به فارسی هم چندین ترجمه داره. کتاب خیلی کوچک و خلاصه شده، اما لب لباب سیر روحانی و سلوکی غزالی رو در خودش داره و واقعا جمله جملهش قابل تأمله. یعنی محصول دوران پختگی و یک عمر سلوک و تجربه معنوی و اجتماعی و روحانی جناب غزالی است. ایشون دنبال یقین بود، یک انسان یقین طلب، به یقین برسد در اموری که تمام عمر خودش رو برای اونها نهاده است. از همه چیز گذشت غزالی دیگه، این گذشته او امر کوچکی نبود و به دنبال یقین بود. اون وقت یکی از حرفاش اینه که میگه معجزه یقین آور نیست، بنابراین من اگر به یه پیامبری میخوام ایمان بیاورم، نباید از طریق معجزات برم، از یه راه دیگه باید برم. خیلی خیلی نکته مهم است دیگه. نگاه کنید، من از این رو از کتاب المنقذ من الضلالش میخونم که به اصطلاح آقای احمد شمس الدین این رو حواشی نوشته است و روایاتش رو تحقیق کرده و بیرون آورده است، و اینجا در این بخش اول جناب که به نام مدخله، یعنی در واقع قبل از اینکه وارد اصل کتاب بشه، در مدخل کتاب ببینید اینجا میگه، میگوید که بله ما به علم یقینی باید برسیم و علم یقینی آن است که ما رو ایمن کند از خطر، از خطا. بعد میگوید که مثلا بله از اینجا بخونم، فانی اذا علمت ان العشره اکثر من الثلاثه، اگر من بدانم که 10 بزرگتر است از 3، فلو قال لی قائل، لا، یک کسی بیاد به من بگه نخ اینطور نیست، 10 بزرگتر از 3 نیست، بله 3 اکثر، بلکه 3 بزرگتر از 10 است. به چه دلیل؟ به دلیل انی اقلب هذا العصا ثعبانا، به دلیل اینکه من این عصا رو جلو چشم تو تبدیل به اژدها میکنم، و قلبها، و این کارم بکنه، و شاهد تو ذالک من، و منم شاهد باشم جلو چشم خودم عصا رو اژدها کنه، بعد به من بگه حالا قبول کن دیگه، قبول کن که این 3 بزرگتر از 10. ایشون میگه لم اشک به سبب هی فی معرفتی، من به سبب این خرق عادتی که او کرد، یا قلب عصا عصیانه و ثعبانن، تبدیل عصا به ثعبان، من ذره ای در معرفت یقینی خودم شک نمی کنم، و تنها چیزی که برای من پیدا میشه، ولم یحصل لی منه الا تعجب من کیفیت قدرتی علی، یه البته برای من تعجب عظیمی هم پیدا میشه که این چه قدرتی داره، از قدرت او تعجب میکنم، اما در اون علم یقینی خودم شک نمیکنم. و این یک پرابلمی به اصطلاح باقی میمونه که خب یه آدمی با این قدرت چرا چون حرف یاوه رو میگه. خب این یک نکته که ایشون در اینجا بیان میکنه که خب میبینید که چقدر راحت رابطه بین معجزه و صدق مدعا رو میبره دیگه. از این که ما عصا رو تبدیل به اژدها کنیم معجزه تر که نداریم، میگه این رابطه ای نداره، دلیل منطقی نمیشه، و این به همین راحتی و به این خوبی این رو از او میگیره. عرض میشود که بعد نکات مفصل تری
اینجا بیان میکنه در همین زمینه که دوست دارم که اونها رو هم براتون بخوانم تا ببینید که این توضیحات ایشون چه دقتهایی بر او هست. عرض می شود که بله کجا نهاده بودم این رو؟ بله میرسیم به اینجا که ایشون میگوید که دلالت المعجزت علی الصدق ما لم یعرف السحر و التمییز بینه و بین المعجزه و ما لم یعرف ان الله لا یذل عباده و سؤال الازرار فبماذا تدفع جمیع ذلک. میگوید که ببینید حالا فرض کنیم که رابطه ای، البته این رو جناب چیز غزالی در یک مباحثه خیالی بین خودش و یکی از اسماعیلیه اینجا بران کرده و این رو در کتاب قصاص مستقیمش آورده و از اونجا هم اینجا در المنقذ من الضلال نقل کرده. دو تا شبهه خیلی قوی میکنه. میگه کسی قدرت خارق العاده ای داره که عصا رو تبدیل به اژدها میکنه. میگه اولا برای اینکه فرض کنیم رابطه ای هم بین معجزه و صدق دعوی مدعی باشه، اولا شما باید یک شاخص و معیار دقیقی به ما بدید که فرق بگذاره بین معجزه و سحر. و خود غزالی هم اینجا اعتراف میکنه که فرق نهادن بین اینها بسیار سخته. ساحرانی بودن که به دروغ ادعای نبوت کردن و یه دیرم گول زدن و همچنان که قبلا هم عرض کردم ممکنه در واقع و نفس الامر اینها با هم تفاوت داشته باشه، اما اونچه که در ظاهر آدمیان میبینن هیچ فرقی ندارد. بنابراین باید یک معیار دقیق، یک ترازوی دقیق داشته باشی که بین اینها بتوان فرق نهاد و بتونیم بدونیم یک کسی واقعا خرق عادت کرد. خب نکته اول، و سحر نکرده. اما دوم، و اینه که از اون مسائلی است که در علم کلام مطرح بود، اینکه شما باید برای ما ثابت کنی که خدا مکر نمی کنه و بندگان خودش رو گمراه هم نمی کنه. این باید برای ما ثابت بشه. این دلیل عقلی لازم داره. مگه خدا شیطان رو نیافرید و به جون مردم نینداخته؟ پس میشه که خدا مردم رو گمراه بکنه؟ مگه خدا نمیگه که خیر الماکرینه؟ پس میشه که مکرم بکنه؟ لذا ممکنه معجزه بر دست یک مدعی کاذبی ظاهر بشه. شما چرا میگی نمیشه؟ چرا میگی نمیشه یک مدعی کاذب، یک نبی کاذب نمیتونه معجزه بکنه؟ برای اینکه چون لازم میاد که مردم گول بخورن، لازم میاد که نسبت اذلال به خدا داده بشه. خب بله داده بشه. باید ثابت کنی که خدا این کارا رو نمیکنه. این هم مسئله است که دکارت هم بعدها وقتی که بحث میکرد راجع به اینکه این چیزایی رو که من در بیرون میبینم خواب و خیال یا واقعیت، آخرش به اینجا رسید که خب خدا اینا رو چون در نظر من میاره و من معتقدم که خداوند مکار نیست و فریبکار نیست، من قبول میکنم که حس من درست کار میکنه و اونچه که چشم من میبینه واقعا میبینه، مگر حالا در خطاهای نادر، نه اینکه به نحو سیستماتیک حواس من خطا بکنن و من دائما در گمراهی باشم. چرا؟ اعتماد میکنم به لطف الهی و به این که او فریبکار و مکار نیست. اما اگر یک کسی این استدلال، اونجا استدلال نمی کنه البته جناب دکارت، این خب این اطمینان رو داره به خدا، ولی برای متکلمین مسئله مطرح بود و می گفتند که باید ما ثابت کنیم که خداوند وقتی که یه عملی انجام میشه بر دست یه پیامبری، یک مدعی، خداوند در مقام اذلال نیست. شاید هم در مقام اذلال باشه، شاید او یکی از نماینده های شیطان باشه، اصلا شاید شیطان اون عمل رو بر دست او ظاهر کرده که مردم چرا نسبتش میدین به خدا. اصلا تا وقتی که این دوتا شبه رو شما رفع نکنی نمیتونی بگی که معجزه گواه صدق نبیست، گرچه که اگرم این دوتا شبه رو رفع کنیم باز نمیشه، برای اینکه معجزه علت است و صدق نبی
دلیل میخواد. عرض میشود که نکته های نیکوی دیگری هم جناب غزالی داره که واقعا خوبه که همه اونها رو دنبال کنید و ببینید. تا اینکه عرض کردم که تقریبا طابق و نعل به نعل این سخنانی که غزالی داره جناب ملا صدرا هم آورده. ملا صدرا علاوه بر کتاب اسفارش که خب مجموعه بزرگی از مسائل فلسفی است، کتاب خیلی خوبی هم داره که تقریبا عرفانی است به نام مفاتیح الغیب. در این کتاب خیلی از غزالی استفاده کرده و جالبه واقعا که غزالی که حتی جناب ملا صدرا او رو میگه که اصلا جزء فلاسفه است و میگه که با فلاسفه در افتاد برای اینکه میترسید که بعضی از حرفای اونا مردم عوام رو گمراه بکنه، ولی ذهن فلسفی است و کاملا هم درست میگه. حالا ببینید در اینجا همین بحث رو جناب من این رو از مفاتیح الغیب میخونم، مفتاح سادس مشهد صابه، این استش که این رو ذکر میکنه که خیلیش این عبارات قصاص المستقیم جناب غزالیست. میگوید که یک سخنی راجع غزالی در راجع به اینکه پیامبران چگونه میشناخت اون رو بعدا عرض میکنم. اونجا میگوید که علی علیه السلام گفت که لا تعرف الحق بالحق اعرف الحق، لا تعرف الحق بالخلق اعرف الحق تعرف اهله. این نکته مهمی. بعد میگوید که اما اگر کسی اومد ادعایی کرد و گفت مثلا من فقیهم، من حالا ریاضیدانم، حالا مثال اینجا زده من شیمیستم، اوکی، لو قلب الف اساس ابانم، اگر هزار عصا رو ثعبان کنه، یکی اجدها بکنه، فایده نداره. لأن ذلک یتطرق فیه احتمال و تلسم و تلبیس، چون احتمال سحر در او می رود، تلبیس و فریبکاری می رود، احتمال تلسمات می رود، نیرنجات می رود، همین علوم خفیهی که در گذشته بود که بعضی از جادوگران و کیمیاگران کارهای عجیب غریبی می کردن دیگه، از طرق علل خفیه و طرق غیر معروف. و یحصل بهی ایمان ضعیفون هو ایمان العامی، اگرم ایمانی از این طریق ظاهر بشه حاصل بشود ایمان عوامان است. یعنی حد اکثر زور معجزات برای اگر زورشون هم برسه، که میگم اگر به فرض بتونیم شبه ها رو رفع کنیم که این سحر نیست، طلسم نیست، از نشانه های مکاری و فریبکاری خداوند نیست، از موارد اضلال خداوندی نیست، فعل شیطانی نیست، اگر به فرض بتونیم همه اینا رو هم رد کنیم که نمیتونیم، آخرش یه ایمان عوامانه میاره. درسته؟ این هم سخن جناب ملا صدرا که طابق النعل بالنعل از آقای غزالی، ابو حامد غزالی اخذ کرده است. خب حالا چکار باید کرد؟ ما بالاخره به پیامبران چگونه باید ایمان بیاریم؟ و پس حالا معجزه که اهمیتی نره، قرآن رو چیکارش کنیم؟ ایمان به انبیا چگونه است؟ اینجا هاست که خب نکته ها خیلی دقیق میشه و من اینا رو ایشالا باید برای نوبت بعد بگذارم، ولی حالا قبل از اینکه بخوام عبارات غزالی رو براتون بخونم، لب به لباب سخن او رو بگم براتون. میگه خب اون که از طریق معجزه که ایمان حاصل نمیشه، بشم ایمان عوامانه سست سخیفی است که به همون سرعتی که میاد به همون سرعت هم میره و قابل اعتبار و اعتماد نیست. میگوید که اصل در مورد پیامبران، اگر بخوایم باز کلمه معجزه رو بکار بریم، معجزات قولی است نه فعلی. یعنی این کارهایی که میکنن که شبه سحر و جادو هم میمونه، این هیچ اهمیتی نداره، اعتباری نداره، قولشون مهمه، حرفشون مهمه، همین حرفشون مهمه و شما باید احساس بکنید که این حرف حرفه پیامبره.
ممکنه شما سوال بکنید که خب این یعنی چی؟ مگه من پیامبرم؟ من از پیامبر شناسی رو از کجا آوردم؟ ایشون میگه آها، مثال میزنه، مثالی که عیناً جناب ملا صدرا میزنه، دیگران هم گفت. میگه شما کی میتونی بفهمی یک کسی ریاضی دانه؟ وقتی که خودت قدر ریاضی بدانی و وقتی او حرف میزنه بفهمی که این بله ریاضیات سرش میشه. کی میتونی بفهمی که کسی فقیهه؟ وقتی خودت اندکی فقه بدانی یا فقیه باشی، درس خونده باشی، بعد وقتی سخن او رو میشنوی بدانی که او فقیه هست و هاکذا و هاکذا. پیامبری یک تجربه باطنی است. کسی که تجربه باطنی داره میتونه بفهمی کسی پیامبر هست یا نیست، نه به معجزاتش اصلا. مثل یه فقیهی که میتونه بفهمی دیگری آیا فقیه هست یا نیست. یعنی راه شناختن یه نبی این است که شما خودتون واجد تجارب معنوی بشید و بدانید که سخنانی که از سر این تجارب برمیخیزد چگونه سخنانی است، به اصطلاح رائحه وحی داشته باشد. این رو در صورتی میتونید بشناسید که خودتونم اون راه رو قدرش رو رفته باشید، مثل ریاضیدانی که ریاضی خونده باشه و ریاضیدانان رو بشناسه و حرفاشون رو بفهمد که از روی دانش است. و الا هر مدعی میتونه بگه منم ریاضیدانم، مردم رو هم مرعوب کنه و حتی به قول غزالی عصا رو هم ثعبان کنه، اجدها کنه، بعدم بگه من ریاضیدانم، بعدم این فرمولا و معادلات ریاضی رو بردم، شما هم دیگه قبول کنید، از منم نپرسید. نه، اینطوری نمیشه. ما وقتی میتونیم ریاضیدان بشناسیم که ریاضیدان باشیم، وقتی میتونیم پیغمبر بشناسیم که نیمچه پیغمبر باشیم. نیمچه پیغمبر یعنی چی؟ یعنی واجد تجربه های معنوی و باطنی، یعنی راهی که صوفیان رفتن، راهی که عارفان رفتن. بنابراین بهترین شناساگران انبیا کسانی هستند که پا در راه اونها نهادن، حتی فیلسوفان هم نه، متکلمان هم نه. برای اینکه فیلسوفان و متکلمان متوسل به اسباب و آراء و ادله دیگری می شوند که مهمترینش همون معجزه است، که معجزه هم گفتیم، خود فیلسوفان هم گفتن که ادنا اعتباری ندارد و فقط به درد عوام می خوره، یا برای قهر دشمنان، برای روکم کنی اونها. اما برای اینکه بفهمیم که آیا این نبی صادق در مدعای خود هست یا نه، باید به مدعاش برسیم و به شخصیتش برسیم. ببینید، من همیشه گفتم که در ادیان مهمترین محور خود محور شخصیت پیامبر است، چیزی بالاتر از او وجود ندارد. درسته که انبیا توحید رو تعلیم می کنند و خداشناسی مهمترین آموزه اونهاست، اما این آموزه آموزه پیامبران است. شخص پیامبر همه چیز است در یک دین. هر چی به او نزدیکتر بشید و آشناتر با او بشید، اون دین رو بهتر فهمیدید. و این آشنایی البته، حالا غزالی فقط این رو در تجارب معنوی خلاصه کرده، به دلیل اینکه خودش متمایل به صوفیه بوده و اصلا کتاب المنقذ من الضلال رو نوشته برای اینکه بگه بهترین طریقه طریقه صوفیان است. ولی پیامبران فقط تجربه های باطنی نداشتند، تجربه اجتماعی هم داشتند، سلوک اجتماعی هم داشتند. پیامبر اسلام سلوک اجتماعی داشت، جهاد داشت، جنگ داشت، رفت آمد داشت و ارتباطات انسانی با این و اون داشت. اینا رو هم بعد در نظر گرفت و مجموع اینها رو باید اینجوری به پیامبر شناسی ما نزدیکتر میشیم و به خود اون دین نزدیکتر میشیم و اینطور میتونیم بفهمیم که یه طرفی راست میگه یا نمیگه. درست مثل ریاضیدانی که میفهمه فلانی راست میگه یا نمیگه، نه اینکه اون ریاضیدان معجزات انجام میده یا کرامات انجام میده. من دیدم خیلی ها اصلا به این، یعنی این مغالطه خیلی جاریه، خیلی جاریه. تمام این معجزاتی رو که نقل میکنن از هر کسی که باشه میخواد میگن به دلیل این کارو کرد چون آدم خوبیه. نه، به هیچ وجه نه دلالت بر راستی گفتار او داره، نه دلالت بر پاکی کردار او داره. اون چه که به ظاهر به صورت کرامات و معجزات و خارق عادات از افراد ظاهر میشه، میتواند از افراد کاذب و کذاب ظاهر بشه، میتونه از افراد ناپاک ظاهر بشه، همه اینا امکان داره. مطلقا ما دلیل منطقی و برهانی نداریم برای اینکه ثابت کنیم که رابطه ایست بین نیکو بودن و بین خارق عادت، بین صادق بودن
و خلق عادت کردن. همچی ارتباط منطقی وجود ندارد و فقط ممکنه چنین ربطی در آینه اوهام عوام نقش ببندد که اون ایمان عوامانه است. و اگر بخوایم فراتر بریم و به یقین برسیم، اونگاه خب باید جهد بیشتری بکنیم. جهد بیشتر اینه که خودمون رو به پیامبران نزدیکتر بکنیم. پیامبران چیکار میکردن؟ طهارت ذاتی داشتن و تجربه های معنوی. همون که مولانا گفت بندگی کن تا تو را پیدا شود. یعنی اینجا عمل بر نظر تقدم و اولویت دارد. در مسئله اعجاز قرآن ما هنوز خیلی حرف داریم که باید بعداً بزنیم، و اینکه آیا قرآن از نوع اعجاز قولیه یا از نوع اعجاز فعلیه، و آیا قرآن دلیل منطقی صدق نبوت پیامبر اسلام است یا از جنس علت هاست که دلیل صدق پیامبر می شود. و تازه در اینجا هم باید ببینیم که دقیقاً رابطه، یعنی اصلا تعریف کنیم معجزه رو در ارتباط با پیامبر، و بعد راجع به خود قرآن هم سخن مستقلی بگوییم. اینا رو به نوبت بعد انشاءالله می سپارم و شما رو توصیه می کنم که سخنان مخصوصا بزرگان رو در این باب جدی بگیرید. اونچه که من در باب ربط معجزه و نبوت گفتم تقریبا متفق علیه هست. از ابن رشد بگیرید و حکیم سبزواری بگیرید و ملا صدرا بگیرید و فیض کاشانی بگیرید، عبدالرزاق کاشانی و غزالی بگیرید و دیگر فیلسوفان. اینا همشون اعتقادشون این هستش که معجزه اصلا ربطی به نبوت و به صدق نبی نداره، برای اقناع عوام است. اگر هم بوده باشد، به فرض این که ما بتوانیم تواتر منطقی، ببخشید تواتر تاریخی اونها رو اثبات کنیم. هنوز کلام دنباله بلندی دارد که برای نوبت‌های بعد می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام های دکتر، خیلی ممنون از صحبتتون. من حالا یه چند سال به هم شمد، ولی حالا اگه دست بلند نشد من دوباره بازم می پاشتم. ولی سوال اول همینه که خب این غزالی مطالبی که مطرح کرد و چه شکلی بر خودش توجیه کرده، این که اینا فرق با سحر لزوماً ما هیچ چیزی نداریم، هیچ راهی نداریم، و یکی هم این که خداوند شاید از روی مکاری خواسته باشه چنین کاری کرده باشه، اینا رو چجوری برای خودش حل کرد؟ من تازه سوال برام پیش اومد. ولی حل نکرده به این معنا که میگه به همین دلیل که این شبهه ها هست ما به معجزه نمیتونیم زیاد تکیه بکنیم. حالا اینکه خداوند چرا مکار نیست، اون یه بحث دیگری است. اون البته یکی از اون گره های خیلی بزرگ تو اشعریته، یکی از گره های خیلی بزرگ هست که خدا چرا دروغ نمیگه. برای اینکه دروغ گفتن و کار زشت کردن از نظر اونها بر خداوند قبیح نیست و خدا اصلا ملزم نیست که به ارزش های اخلاقی پابند باشه. قدرت او فوق اخلاق است. این یکی از مهمترین آموزه های اشعریت است و این واقعا یکی از اون چاله های بزرگی است که اشاعر در او افتادن. خیلی هم توجیهات کردن ولی خداییش اصلا ما دلیلی نداریم. یعنی در اشعریت هیچ گونه نمیشه اعتماد به خدا کرد، هیچ گونه نمیشه. و به همین دلیل هم غزالی جاهایی واقعا خوفی در او موج میزند که به دلیل بی‌اعتمادی به خداست. میگه یعنی من هیچ اطمینان ندارم که خداوند علی‌رغم همه کارهای خوبی که من کرده باشم با من نیکی بکنه و پاداش من رو بده، کما اینکه با پیامبران هم ممکنه نیکو رفتاری نکنه. لذا بله، این مشکل برای اونا غیر قابل حله. به همین سبب ها هم هست که عرض کردم حالا در مورد ملا صدر و دیگران بحث این که خداوند ممکنه خدعه بکند مطرح نیست. کما که دیدید نگفتین رو، ولی گفت ممکنه سحر و تلبیس و تلسم و اینا باشه. تفکیکش از اونا مشکله و مشکل هم هست. به همین دلیل اصلا تکیه بر معجزات کردن، حالا هرچه به دلایلی که غزالی بگه چه دیگران، چندان محلی از اعراب نداره. بله، نه او حل میکنه اینا رو، نه اومده بگه. البته یه جاهایی سعی میکنه که یه جورایی مسئله رو بیان بکنه، حالا من اگر دم دستم باشه براتون میخونم، که به اصطلاح تفاوت بین اینها رو بیان کنه، بین معجزه رو اینها رو. این رو حالا بحث معجزه‌ش هم فقط اینی که آدم مثلا فکر کنه که حالا خدا هم گفته خیرون ما کنین، هم گفته من مثلا حادی نه، ولی یه چیزایی تو این مایه ها که دیدم. من اون وقت کلن برای چی دارم مثلا
اگر معتقد نیستم که خدا قرار منو هدایت بکنه یا براش مهمه که من هدایت بشم، به چی دستم بنده؟ برای چی مسلمون بوده یا برای چی خدا نمیدونم یکم این چیز شدم. ببینید حالا این ما را آخه میبره خیلی به نفع توی مکتب اشعریت. ببینید اتفاقا غزالی خیلی سریع البته آرای خودش رو بیان کرده، میگه مطابق نظر معتزله و فیلسوفان بر خدا واجب است که مردم را هدایت کنه، ولی از نظر ما بر خدا جایز است، یعنی میتونه بکنه و میتونه نکنه، و بنابراین اینکه یه عده‌ای رو هدایت نکنه اصلا اشکالی نداره. این اعتقاد معتزله بود، اعتقاد عقلیه بود، اعتقاد عدلیه بود که میگفتن عدل الهی و لطف الهی اقتضا میکند، یعنی ایجاب میکند که خداوند آدمیان رو گمراه نگذارد و هدایت کند. ولی اشاعره میگفتن نظر کنید به فعل خداوند، این همه مردم هدایت نشده و گمراه تو عالم هستن. یک دوم هم این که ما کی باشیم که بگیم که بر خدا واجب است که چنین بکند یا چنان نکند، امر و نهی به او بکنیم، خدا خودش میدونه چی کار بکنه. بنابراین بر خدا جائز است که هدایت کند آدمیان، این نکته اول. پس اینکه یه عده جاهل بمانن، ضال و گمراه بمانن، اینا هیچ مشکلی نیست و اینا مطابق حکمت الهی است. دوم اینکه در مورد خودش، خب بله، در واقع یه جور امید داشت. ببینید این امید بود دیگه، یعنی اعتماد 100% که نداشت، امید داشت که مورد بخشش و لطف و عصف الهی قرار بگیره. البته این مقدار رو دیگران هم میگفتن، لازم نبود اشعری باشن، میگفتن که این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش برد، گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است، پرده از روی عفو گو بردار کشقیا را امید مغفرت است. خب این سخنان را همه می گفتن که کسی از خدا طلبکار نیست، ولو اینکه به اندازه تمام کیهان کار نیکو کرده باشه. با همین احوال اعتماد پذیری خداوند، قول یعنی اعتقاد به صدق خداوند در اشعریت وجود ندارد. به همین دلیل هم پای معجزه به شدت لنگه، چون معجزه میتونه بر دست یک نبی کذاب هم ظاهر بشود و یکی از اسماء الهی هم مزل، همونطور که شیطان یکی از مظاهر اسماء اسم مزل الهیه و این زلالت هم میتونه در جهان جاری بشود. به همین دلیله که غزالی از این راه نرفته دیگه و میگه که دیگه بیا اثارم برای من اشتها کن، من این چیزا برام اهمیتی نداره. این رو نمیگه چون خدا قابل اعتماد نیست، میگه اصلا دلیل ربط منطقی نداره، ولی اونم تایید دلش هست البته که اون شبهه رو باید دفع کنی، مگه میشه اون شبهه رو به راحتی دفع کرد؟ به همین دلیل میگه اصلا صحبت از دلالت معجزه نکنیم، بریم از یه طریق دیگری ببینیم پیغمبر میتونیم بشناسیم یا نه، و راهش هم همانه، همون نشانی که اون میده چیز ملا صدرا هم همونه. اینا همشون در این زمینه پیروی از جناب غزالی کردن. ابن رشد البته خب خورده میگیره بر غزالی، میگه اصلا تو چرا بحث معجزه رو مطرح کردی؟ ابن رشد خیلی مواظب ایمان عوامه، میگه اصلا این بحث معجزه رو با مردم نباید مطرح کرد، اونم میدونسته و گفته که هیچ دلالتی نداره، ولی میگه تو اصلا چرا اومدی اینو مطرح کردی؟ نباید این سر این بستر و این راز بستر رو گشود و دیگران رو به اینجا راه داد. شاید روزی روزگار اینطوری بوده، ولی امروز که اصلا گفته و نگفته کسی به معجزه اصلا عقیده نداره. تا ما بیان بگیم که معجزه دلالت داره یا دلالت نداره، تا بعد بیان که من یادمه که با یکی از روحانیون مسیحی بحث میکردم که تازه هم دکتریش رو گرفته بود و خیلی هم مشعوف و مبتهج بود، کانادایی بود، با هم صحبت میکردیم، تمام بحثش این بود که میگفتش که عیسی پیامبر بود، حالا پیامبر که بالاتر از پیامبر، پسر خدا بود بلکه خود خدا بود، برای اینکه معجزه ای از او سر زد و بعد از 3 روز که از قتل و مرگ او گذشته بود از قبر برخاست و اومد بیرون. من نمیخواستم با ایشون بحث بکنم که برای این معجزه چه دلالتی داره بر اون ادعاهای دومم، این که گفتم آخه اینم که خودتون نقل میکنید، چند نفر دیدن این رو؟ میگه همه دیدن، اولا چند نفر که میگن حواریون عیسی بودن
اولا اولیش که خود مریم بود که اومد سر قبر، خود انجیل ها اینو میگه، دید که قبر خالیه. خب خالی بودن قبر دلالت بر این داره که شخص زنده شده و بلند شده رفته، شاید اومدن جنازه شو دوزیدن بردن جایی، هزار احتمال میشه داد، کمان که بعضی این احتمال دادن. حالا فرض کنیم هم اینطوری باشه و مثلا چند نفر از دوستانش هم همه این حوادث هم خودتون نقل میکنید، چه تواتری، چه اهمیتی داره؟ این ایناست که خب سست میکنه کار رو، یعنی اونا هم میفهمن، ولی خب جزء این به اصطلاح اندیشه های کلیسا یا آموزه های کلیسا اینا هست و عوام الناس هم اینا رو میگن. و مهمترین دلیل پسر خدا بودن عیسی رو همه میدونست که این از قبل زنده اومده بیرون. یه حادثه رو که چند نفر بیشتر نقل نکردن، بعد هم چند تا از مسیحی ها باورش کردن، مخالفان زیاد هم داره، دلیل عقلی هم نمیشه، نه بر صدق نبوت عیسی، نه بر صدق آموزه های او، هیچ کدوم. حالا گفتم امروز بر اثر غلبه اندیشه مادی ماتریالیستی علمی که خب البته بنده قبول ندارم، یه دی اصلا سراغ معجزات هست اینا رو باطل میدونن. نه، من باطل نمیدونم، کرامت میتونه رخ بده، امور خالق العاده میتونه رخ بده، سحر میتونه رخ بده، درباره اینا بازم من بعدا سخن خواهم گفت انشالله، نکته های ناگفته هنوز هست. اما اینو ربط دادن چه به نیکی آدمی و چه به راستی آدمی، راست گوید این ربطی بین اینها وجود ندارد. سلام جانم. یک سوال داشتم، این که فرمودید، من سوالم این بود که چطور میشه ما خودمون رو به پیامبر نزدیکتر کنیم تا اون رو بهتر بشناسیم؟ از کردم من از نظر غزالی بخواد کتاب المنقذ من الضلالش رو بخونید، ولی لب به لباب سخنش اینه که ما هرچی اخلاقی تر بشیم، پاکتر بشیم، طهارت باطن پیدا کنیم و واجد تجربه های روحانی بشیم، بهتر میتونیم بفهمیم کی پیامبره کی پیامبر نیست از رو حرفاشون. بعدن این اقوال غزالی رو براتون خواهم خواند، ولی حرف اصلیش همینه دیگه، میگه اصلا طریقه انبیا همین است و صوفیان و عارفان راه پیامبران رو دارن میرن و هر کدومشون یه در نیمه راه پیامبری هن، بنابراین خوب میفهمن که پیامبره کی کذابه، کی راستگوه کی دروغگوه، راهش همینه. بله، خب همون راهی که خود غزالی هم میرفت. حالا اینم خیلی عجیبه و براتون میخونم بعدن. ایشون میگه که سخنان پیامبران یه جوریه که آدم میفهمه که این سخنان پیامبران است. بعد سه تا روایت از پیامبر نقل میکنه که این حرفا هم به تجربه ثابت شده و هم اصلا چنان که گفتم رائحه نبوت داره و اتفاقا حاشیه نویس کتاب هر اون سه تا روایت بود، سه روایت های ضعیف و معتبری است و اینا هم عبرت آموز است اینجور حرف ها، یعنی ما در قول هیچ کسی رو هم نمیتونیم توقف کنیم، اما اصل سخن او که مورد قبول دیگران هم واقع شده این که مولانا میگفت رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این، مجرد بشو تا مجرد رو ببینی و اصلا بفهمی تجرد یعنی چی. تجرد یعنی همین عدم تعلق و روحی شدن، یعنی چنان که گویا آدم بدنی نداره، برو تا بفهمی که آدم روحی، آدم روحانی کیه و حقیقت روحانیت و تجرد چیست. در جای مولانا بارها این سخن رو داره، من حالا اینجا اطناب نمیدهم، اطاله نمیدم، که برای فهم کسی باید هم جنس او بشی، هم رتبه او بشی، نزدیک به او بشی روحاً و فکراً. و فکر میکنم این حرف معقولی است، یعنی سخن عجیب و غریبی نیست، سخن منطقی قابل قبولی است که هرچه هم جنس‌تر اون وقت آشناتر و در مقام فهم دقیق‌تر و معتمدتر. این به نظر من درسته و بنابراین پیامبران رو میشناسند و عارفان را میشناسند. تعبیری که مولانا داره میگه همر ولی را هم ولی شهره کند، هر که را او خواست با بهره کند. میگه اولیا یکدیگر رو میشناسند و یکدیگر رو میشناسانند، اگر بخوان معرفی کنن اونا هستن که حق دارند و توانایی و شایستگی اون رو دارن که دیگری رو معرفی کنن که ولی خداوند است، دیگران نه. این همجنسی
و این کند هم جنس با هم جنس پرواز و داشتن حد مشترک این شرط است. و از این طریق ببینید در عکسش هم هست یه آدم دروغگوی چاخان میفهمه یه آدم چاخان کیه. واقعا اینو من بارها تجربه کردم، ماها خودمون آدم چاخانی نیستیم، یعنی بنا رو برای میذاریم که دیگری راست میگه مثلا آدم خوبیه، ولی یه کسانی، من در یه موردی بود که یه کسی به من مراجعه کرده بود و حرفایی میزد و التماسهایی میکرد و درخواستهایی میکرد، من واقعا درمونده بودم، میذارم دلم هم برای سوخت. بعد منتها اینجا اقدام عملی نکردم، یه کسی که چاخانشناس بود رفتم به او گفتم شما تو رو خدا بیا برو اینو معرفیش، گفتم شما حرفای اینو گوش بده بیا به من بگو. اومد گفت آه از اون شارلاتانای درجه یک این فلانی. ولی خب من واقعا نمیتونستم اینو تشخیص بدم، مثلا نمیفهمیدم، فکر میکردم خب اومده احتیاجی داره، درخواست داره، راست میگه، داره عشق میریزه، گریه کارایی میکرد، تمامش دروغ بود. منتها اون رو به اصطلاح همون اهلش و همجنسش میشناختن، در اون طرف مثبتش هم همینطوره، در طرف منفی هم همینطوره. بله، گفتین که آدمایی هستن که میتونن با تسخیر بر ذهن آدمی جوری با آدم وانمود بشه که یه چیزی که مثلا اتفاق نیفتاده فکر کنه که اتفاق افتاده، جور دیگه ببین آدم چجوری تمیز، فرضاً کسی که راه نبوت رو داره یه تجربه ذاتی میبینه، چجوری میتونه مطمئن باشه که این تجربه های ذاتیه واقعا، یا اینکه دوباره کس دیگری بهش تسلط بر ذهنش تسلطی پیدا کرده؟ اینا خیلی مخلوط میشن تو هم. ببینید این سوال البته سوال مهمی است، اما متعلق به کل معرفت شناسی میشه. ما کلن به معارفمون چگونه میتونیم اعتماد کنیم؟ حالا میخواد این معرفت تجربی باشه، میخواد فلسفی باشه. خب از ابتدایی که فلسفه درست شد علم منطق رو پدید آوردن. برای چی؟ برای اینکه جلوی مغالطات رو بگیره، برای اینکه به آدمی بگه چگونه دچار استنتاجات ناروا و نادرست نشه، از مقدمات چگونه نتیجه درست بگیره، اصلا مقدمات درست چی هن، استنتاج درست کدومه. چون خب فقط فکر کردن نیست، آداب داره فکر، منطق داره فکر کردن. معرفت هم همینطوره. ببینید یک مهارتی لازم میاد، شما کم کم، و من بر این مهارت خیلی تأکید میکنم، یه زرگر رو شما ببینید، یک چه میدونم کاسب عادی رو شما ببینید، یک گوهرشناس رو ببینید، اینا نه اینکه خطا نکنن، نه اینکه معصوم از خطا باشن، ولی خیلی با بنده ای که هیچ نه زرگری و نه گوهرشناسی هیچی نمیدونم با من یکسان باشن، خب خیلی فرق داره. همین که چیزی رو دستش میدن میتونه بفهمه که این طلای تقلبیه، گفت قدر زر زرگر شناسه، یا اینکه راستینه، گرچه که احتمال خطا هم درش هست. و ما این احتمال خطا رو هیچ وقت نمیتونیم پاک کنیم به طور کامل، اما مهارت خیلی میتونه کمک کنه، و مهارت دست جمعی، یعنی این مهارت رو حالا شما جمعیش بکنید. درست مثل این که ما عقلمون میتونه خطا بکنه هرچی هم که مراقب باشیم، بعد این عقل رو اگر جمعی بکنیم باز از خطامون کاسته میشه، گرچه که همون عقل جمعی هم میتونه خطا بکنه. بنابراین این که ما دنبال این باشیم که هیچگاه خطا نکنیم، دنبال سیمرغ داریم میریم، یعنی پیداش نمی کنیم. اما اینکه خطا رو کم کنیم، تقرب به حقیقت پیدا کنیم، بله این کار شدنی است، و دائما هم در عالم معارف و علوم و فلسفه و غیره می شود و خواهد شد، چاره ای نداریم. تجربه گذشتگان پیش چشم ماست، خودمونم فکر می کنیم، عقلای دیگر هم رو هم می ریزیم، و همینطور و همینطور. الان نگاه کنید، خب مردم به معجزات یه جور چشمی دارن، الان چشم شما اگر باز شد خودش این مهمه دیگه، الان شما را از یک مقدار فریب، از یک مقدار استنتاج باطل باز می‌داره. همین جوریستی که عقل آدمی رشد می‌کنه و صاحب مهارت و صاحب تجربه میشه. در مسائل دیگه هم همینطوره که اگر نخوایم شکاک مطلق باشیم، باید در راه رسیدن به حقیقت بیشتر بکوشیم، و اونم از طریق به کار گرفتن میزان هاست. اتفاقا غزالی
چون گفتم اصلا یقین طلب بود، میزان ما چندین میزان معرفی میکنه جناب ملا صدرام، درست پیروی میکنه از اون. میگه هر چیزی رو با میزان خودش باید سنجید و دانش یه جور میزانی داره، نمیدونم فرض کنید که وحی یک جور میزانی داره، هر کمی ترازوهایی دارن، با این ترازوها اینا رو باید شما بسنجید تا اینکه از خطا مسئول، نه از خطای مطلق، تا هرچه بیشتر از خطا مسئول باشه. در این موارد هم همینطوره. بله ممکنه یک کسی ما رو تسخیر بکنه، ما رو هیپنوتیزم بکنه، به اصطلاح امروز از راه دور انرژی منفی به همه اینا احتمالش که هست، ما احتمال اینا رو نفی نمی کنیم، ولی به دلیل اینکه چنین احتمالات ضعیفی وجود داره از طلب دانش و طلب یقین هم باز نمی ایستیم. در تک سال کردم با سلام و تشکر، ادعای پیامبری عیسی در گهواره در قرآن را چگونه توضیح دهید؟ چرا قرآنی معجزه را آورده است در صورتی کسی از پیامبر معجزه نخواسته؟ پیامبر که خب من سوال متوجه نشدم، قرآن این معجزه را برای عیسی نقل میکنه، اناجیل این معجزه را برای عیسی نقل نمیکنن، این جزء معجزات است که قرآن نگفته بود ما هم نمیدونستیم. البته بعضی از انجیل های نان کانونیکال یعنی غیر رسمی، شاید نزدیک 50 تا انجیل غیر رسمی وجود داره، توی بعضی از اونا این نوع معجزات هم نوشته شده است. پیامبر همراهی کرده با مسیحیان و گفته که بله این عیسی علارغم اینکه همه این معجزات رو داشت پسر خدا نبود، با اینکه خیلی انسان بزرگی بود پسر خدا ولی نبود، و تصریح هم میکنه بعد از اینکه اینها رو میگه که ما کان لله من ولدن، خدا فرزند نداره، پسر نداره. و دومم این که بله ما قبول داریم عیسی رو پیامبر بود و صاحب معجزات و کرامات بود، اما خود پیامبر اون راه رو نرفت. البته یعنی ایشون معجزه خالده نهاد، چون ببینید این خیلی مهمه، خود کسانی که باز قائل به معجزه هستن و قائل به ارتباط منطقیش با صدق نبی هستن، خودشون میگن معجزه برای کسانی که شاهد معجزه بودن اهمیت داره و اعتبار، نه برای نسلهای بعدی، چون نسلهای بعدی کار میفته رو نقل تاریخی، نقل تاریخی هم که ظنی و احتمالیه، اگرم کاربردی داشته باشه برای معاصران است، برای شاهدان است، ناظران مستقیم این رو هم نقل کردن، و اینکه بعدی ها بیان و بگن که شنیده ایم و از اونم از دیگری شنیده و از دیگری شنیده، نه اینا به هیچ وجه کفایت نمیکنه و بر ضعف معجزه می افزاید. اینکه قرآن نقل کرده، مال موسی هم نقل کرده، از پیامبران دیگه هم نقل کرده، این همین استش که میخواد بگه که اینا پیامبر بودن و این کارا رو هم کردن، اما اینکه معجزاتشون دلیل صدقشونه این رو قرآن نگفته، نگفته چون اینا این کار کردن پس نبی صادقی بودن، نه خیر، فقط گفته که این قدرت شگفتاور رو داشتن و این قدرت شگفتاور این انسانهای شگفتی بودن، اینو من بعدن خواهم گفت. معجزاتشون هم به دلیل این استش که خودشون آدمای شگفتی بودن، این که خدا اومد وسط کار نبود، خودشون این تصرف در طبیعت رو میکردن. این خیلی خیلی مهمه، این در سخن غزالی نیست چون او خب فلسفی در این زمینه فکر نمی کنه، ولی بعدی ها همه شون همینو میگن، تا علامه طباطبایی که نفس پیامبر است که اعجاز میکند، یعنی میتونی کار خارق العاده بکنه، و اون چه که از اعجازها در قرآن آمده نشان دهنده این است که اینا آدمای خارق العاده بودند، آدمایی بودند با یک شگفتی هایی و قدرت های نفسانی بزرگی. سلام استاد، شما هم گفتین که در قبض و بسط آورده در معرفت شناسی قائل به مرگ مؤلف هستید و معتقد هستید که می توان با گذشت زمان و پس دادن امتحان تاریخی سخن مؤلف را بهتر از خودش دریافت و آن را نقض یا اثبات کرد، اما درباره متون مقدس قائل به مطلق بودن دین و نسبی بودن معرفت دینی هستید و همچنین قائل به تعبیر یا تفسیر یا تأویل هستید و کل علم کلام بر همین روی کرد بنا می شود و همون گونه که از بلارمین نقل
نمیدونم اسمو درست گفتم یا نه، نقل کرده اید، باید معرفت دینی به گونه ای باشد که فهم ما تصحیح و بر متن مقدس منطبق شود، و در صورت به کار بردن رویکرد اول یعنی مرگ مؤلف در مورد متون مقدس بنیان تمام علم کلام سست خواهد شد. خواستم ببینم از این جهت جایگاه علم کلام نزد شما چگونه است؟ من البته چند تا مطلبشون گفتن که حالا هر کدومش میتونه قابل بیان، که من در کتاب قبض و بسط نیاوردم، بحث مرگ مؤلف رو در جای دیگه آوردم، ولی مورد قبول بنده است البته، و در بحث های نهج البلاغه هم این رو تصریح کردم که به یه چیزی نزدیک به مرگ مؤلف من هم قائلم. اما اینکه متون مقدس رو میتوان به تدریج بهتر فهمید یا بالاخره جور دیگری فهمید، حالا بهتر و بدتر هم نگیم، درستره، بله البته، و تاریخا هم شاهد این بودیم که تفاسیر قرآن، تفاسیر کتب مقدس، حتی تفاسیر کتب غیر مقدس مثل حافظ، دیگران، اینا چقدر تغییر کرده، چقدر فهمهای تازه و بروز شده بیرون آمده که پاره از اونها هم خیلی عالی است. عرض می شود که و در آینده این اتفاق خواهد افتاد بدون تردید، و ما همطوری پیش می رویم و کشفهای تازه می کنیم، افقهای جدید رو فتح می کنیم و غیره. اما متکلمان ببینید، بر عهده گرفته بودن که دفاع از یک مذهب یا یک دین خاصی بکنن. متکلمان شیعه از تشیع دفاع میکردن. این آپولوجتیک که اینجاها گفته میشود و بعضی وقتا عذرخواهانه و اینا ترجمه نخیر، این هم علم کلام است دیگه، علم کلام که برای دفاع است. خب متکلمان بله همینطورن، یعنی نمیتونن جوری سخن بگن که از سطح معارف دینی فراتر برود، یعنی اونو باید اثبات کنن که این پیامبری که ادعا کرده که پیامبر است واقعا پیامبر بوده، بعد برای اینها باید دلیل پیدا بکنن، اینکه قرآن میگه معجزه است واقعا معجزه بوده، اینکه فرضاً در تواریخ آمده که مثلا پیامبر جنگ کرد جنگش درست بوده و غیره و غیره، یعنی نمیتونن پاشون رو فراتر از حصار یک شریعت یا یک دیانتی بگذارن. علم کلام لزوما سست نیست، سستیش به دلیل اونایی که ادعا کردن به دلیل این است که گاهی بحث‌های جدلی میکنه، گاهی هم بعضی از اصول رو مسلم میگیره که در اون مسلمات کلی حرف هست، کلی مناقشه هست. و یادمون باشه که علم کلام یک علم عقلی است، یعنی اینکه علم تجربی نیست، بنابراین از یک رشته مقدمات عقلی پیشینی استفاده میکنه. اون مقدمات عقلی پیشینی رو از کجا میاره؟ بعد از خواجه نصیر طوسی تقریبا کلام شیعی فلسفی شد، برای اینکه اون مقدمات عقلی رو جناب خواجه نصیر از فلسفه وام کرد و وارد علم کلام کرد، این اون اسلحه رو از اسلحه خانه فلسفه گرفت، ولذا کلام فلسفی شد. ولی کلام اهل سنت که اتفاقا خیلی فن شریفی هم هست، یعنی شما وقتی که این علم کلام رو میخونید و این دقتهایی رو که متکلمان کردن واقعا مبهوت میشید، خیلی نکته سنجی کردن. من یه وقتی کتاب مواقف رو که از اعظم کتابهای کلامیه اهل سنت از درس می دادم، بخش هایش رو این شخص قاضی عضد ایجی، هم شهری تقریبا و هم عصر جناب حافظ شیرازی بود و حافظم از او یاد می کنه در یکی از قطعه های پایان دیوانش، و کتاب المواقفش مهمترین کتاب های علم کلام است و حقیقتا نکته سنجی های عظیم داره، نشون میده که یک مغز و عقل جباری داشته از این آدم. حالا البته در سخنانشون ممکنه سستی های هم باشه یا همه جا به مشی فلاسفه نرفته باشن. متکلمان اشعری خب یه پاشن آشیلای خیلی جدی دارن، مثل همین آقای قاضی ایجی در همین کتاب المواقف و جایی که هم محض صدق خداونده، به هزار زور و سریش نتونستن این رو بچسبونن که خدا رو ما چجوری باید بگوییم که صادقه، تو خود خدا هم بگی که من راستگوام، ما نمیتونیم اطمینان کنیم، با اینکه میگیم شاید همین هم دروغ میگه، مثل آدم دروغوی که قسم بخوره، خب قسمش هم دروغه، از رو قول خودش که نمیتونیم.
از روی عقلی هم که نمیتونیم، برای اینکه اونها گفتند که بر خداوند قبیح جایز است. خیلی خوب، جایز است. پس میتونی یه فعلی رو، یه دروغی بگه، بگه این دروغ قبیح نیست، من میدونم یا حق دارم دروغ بگم. مثلا شما کی هستید که اخلاق رو جلو من بذارید؟ این اصوله که پاره از استنتاجات علم کلام رو سست کرده. و این است که جناب غزالی هم وقتی که شما میبینید که آخرش به ایمان پناه میبره، یعنی از علم کلام میگریزه، برای اینکه اینا رو میدیده توش. یه کتابی داره الجام العوام عن علم الکلام، باز داشتن عامه مردم عوام از علم کلام، و توصیه های بلیغ و اکیدی میکنه که دنبال علم کلام نه، این به ایمانتون که نمیافزاید هیچی، بلکه سسترش هم میکنه. بیایید و مثل اون عربا که پیغمبر ایمان می آوردن، همونایی که شیفته جمال او می شدن، شیفته گفتار او می شدن، همون جوریا، همونطوری که یک کسی مسحور زیبایی ها میشه، و همونطوری که مولانا میگه که هیچ بچه از مادرش نمیپرسه که تو بیا دلیل بیار که مادر منی، طفل گوید مادر حجت بیار تا بگیرم من به شیر تو قرار، همین جوری بیان به پیغمبر ایمان بیار، مثل یک طفلی نسبت به مادرش، مثل یک زیبایی شناسی، ستایشگر زیبایی، هنرمندی نسبت به هنری. اصلا این دین رو از مقوله عقلیات و کلامی خارج کنید. در واقع غزالی، این که با فلاسفه هم اختلاف داشت، میگفت اینها تو مچ میخوان دین رو عقلانی بکنن، و این عقلانی کردن به ضرر دینه. یه وجه های در دین هست، من قبلا هم اینجا گفتم، دین به مثابه زندگی، دین به مثابه هنر، این بحثا رو برای همین کردم که تو بحث های عقلانی و علمی محض از دست میرود. درست مثل اینکه شما یه انسانی رو که هم انسان توانایی است، هم زیباروست، هم خوش اندام است، هم خوش بیان است، هم خوش لباس و خوش پوش است و هم خوش اخلاق است، همه اینهاشو کنار بذارید و نبینید و جذب اونها نشید و فقط مثلا جذب ریاضیدانی او بشید و فقط از اون حس که او ریاضی و یک تفکر خشک منطقی داره، این رو دنبال اونش برید، اونم هست، ولی این شخصیت خیلی جاذبه های دیگه هم داره. بلکه اگه به این جاذبه های دیگه رسیدید، از اونها غافل میشید، از اونها فارغ میشید و حاجتمند اون نخواهید بود. در مورد دیانت هم واقعا کسانی مثل غزالی این راه رو میرفتن. خیلی ها نفهمیدن که این بزرگوار و دیگران جنبه های اخلاقی، جنبه های زیبایی، اینا براشون مطرح بوده، چه در شخصیت پیامبر و چه در آموزه های او. به همین دلیلم قبلا براتون نقل کردم، میگفت که من به قله های علم کلام رسیدم و این نصیحت رو از من مجانا بپذیرید که سراغ این حرفا نرید. البته این نصیحت برای عوام الناس که 100% خوبه، 100% خوبه، هیچ بحثی نداره. اونها رو وارد این تنگناهای کلامی کردن هیچ حاصل و محصول مفیدی نداره. اما روزگار ما البته روزگار دیگری است، یعنی ما بخوایم و نخوایم سوالا پخش شده و ما رو میکشونه به طرف علم کلام. در علم کلام هنوز به نظر من قوتهایی هست که ما بتونیم از او استفاده کنیم و در پاره از موارد گرهگشایی بکنیم. لذا من کاملا به سستی علم کلام فتوا نمیدهم، این چنین درکی ندارم، خودم هم استفاده میکنم و استفاده کردم، بزرگانی در اینجا سرمایه گذاری کردن، فکرشون رو ریختن. حالا اجازه بدید هنوزم تو بحثای آتی ما پاره از مسائل کلامی ظاهر خواهد شد و مزه خودش رو نشون خواهد داد. فکر میکنم فرصت ما هم به پایان رسیده، باید از دوستان خداحافظی بکنم. انشالله تا نوبت‌های بعدی عزیزان رو به خدا می‌سپارم. سوالاتتون رو هم فراموش نکنید، نگه دارید انشالله برای نوبت‌های آتی. و السلام علیکم و رحمت الله.